بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت در خدمت شما بزرگواران هستیم. مهمان همیشگی برنامه ما حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستند که من نخست خدمت ایشان عرض سلام و ادب دارم. حیاکم الله شیخ. منم خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و با باب مولد حسین در خدمت جناب علی و بینندگان عزیز هستم. جزاکم الله خیر. بله عزیزان بیننده، ما در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و سیدنا حسن ابن علی در برنامه های گذشته صحبت کردیم و باب مولد این دو بزرگوار رو از کتاب حجت در الکافی خدمت شما عزیزان بیان کردیم. تناقضات، دروغ ها، اهانت ها و تلبیس ها و خیانت هایی که در این روایات وجود داشت رو خدمت شما بزرگواران بیان نمودیم و نوبت رسیده به حسین ابن علی ابن ابی طالب، ریحانه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شهید کربلا، نوه پیامبر بزرگوار اسلام. این شخصیت بزرگ تاریخ اسلام که برای بشریت درس آزادگی، درس شهادت طلبی، درس شهامت داد، درس ایمان، درس تقوا، درس تسلیم نشدن در مقابل زور و در مقابل ستم. امروز در این برنامه می‌خواهیم در باب مولد سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما صحبت بکنیم و ببینیم که بهترین و صحیح‌ترین کتاب شیعیان، کتاب کافی، در مورد امامت ائمه اهل بیت که اساسی‌ترین رکن در این مذهب هست و در مورد سومین امامی که ادعا می‌کنند از طرف الله سبحانه و تعالی به عنوان جانشین پیامبر و منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی و امام برگزیده شده، چه روایت هایی وجود داره و صحت این روایات و تناقضات و اهانت هایی که وجود داره رو بررسی خواهیم کرد. جناب مولانا در خدمت شما هستیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در جلسات گذشته در مورد امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و مولد ایشان و همچنین درباره مولد سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما و امامتشون مطالب و روایاتی رو که در کتاب اصول کافی بود با هم مقداری بررسی کردیم و وزنه این روایات رو و صحت و سقمش رو از اقوال خود ائمه شیعه مانند مجلسی و دیگران این رو خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم. بله، بنابر ترتیبی که در این کتاب هست، سومین امام شیعیان سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه است و میرسیم به باب مولد حسین ابن علی علیهم السلام. این باب همانند ابواب دیگر، مانند باب قبلیش که برادر ایشان بود حسن ابن علی و باب قبلتر از آنی که ولادت و امامت پدر بزرگوارشون سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بود، مطالبی که ارزش داشته باشد، قابل طرح باشه، از نظر علمی وزنی داشته باشد، با عقل و منطق و معیارهای علمی سازگار باشد، چون این چیزی در این ابواب متاسفانه وجود ندارد. باب مولد حسین از بس که مطالب و روایاتی که در این باب اومده نه با عقل سازگاری داره، نه با تاریخ و سیره پیامبر و اهل بیت ایشان هماهنگی هست و نه فطرت سلیم و سالم انسانی چون این مواتریدی رو قبول میکنه و صرف نظر از این که از نظر سندی هم در واقع معلول هستند، این روایات قابل قبول نیستند،
این یعنی به حدی این باب مطالبش غیر واقعی هست و دور از عقل هست و هیچ گونه فضیلتی رو در واقع بیان نکرده که من ابتدا تصمیم گرفتم که از مطرح کردن و بررسی کردن این باب اساسا صرف نظر بکنیم. اما چون که بینندگان عزیز عادت دارند باید با واقعیت‌ها آشنا بشوند، این اون حرفی رو که در این کتاب ها اومده و علت و سخمی رو که در این روایت وجود دارند ما عادت دادیم بینندگان عزیز رو که با اون آشنا بشوند، گفتیم که ما هم ساعتی رو وقت بگذاریم روی این باب و تا اینکه حقیقت و واقعیت این باب در واقع بیان بشوند. این باب برخلاف آن چیزی که تصور می شود که باب مولد حسین هست، در این باب می بایست فضایل و خوبی ها و مناقب سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه را بیان بکند، از این جهت هیچ چیزی را بیان نکرده، حتی یک منقبت صحیحی را هم در این باب برای سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه بیان نکرده، بلکه اگر با دیده واقعیت بنگریم، با دیده بشریت بنگریم، با دیده احترام اگر بنگریم به جایگاهی که سیدنا حسین و فاطمه زهرا و پدر و برادرش داشتند، می بینیم که روایات این باب نه تنها مکرمتی نیست، نه تنها مناقب و فضائلی برای این بزرگوار نیستند، بلکه اهانت‌های محترمانه‌ای هست که به خودشون و به مادر بزرگوارشون در واقع شیعه اینها رو این اهانت‌ها رو کرده. و چون این اهانت‌هایی رو از دو حالت خالی نیست، فقط این اهانت‌ها رو میتونه یک دشمن دانا کرده باشه به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اساس زیرکی که داشته، مطالبی رو در قالب احترام، در قالب ارادت آورده که اگر نیک بنگریم و واقعیت رو نگاه بکنیم نه تنها فضیلتی نیست بلکه یک نوع رذیله محسوب می شود و بی حرمتی به ساحت امام حسین و مادرشون هست. یا میتونه کار دشمنان دانا باشه و یا کار دوستان ابله و نادان که تصور میکنند با جعل چنین موارد و با سراییدن افسانه ها و دروغ بافی میتونند که خدمتی رو به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنند که نه تنها خدمتی رو نکردند بلکه کرامت بشری و انسانی آنها رو هم زیر سوال بردند. همان گونه که روال برنامه همیشه این گونه بوده، ما قبل از هر چیزی، قبل از این که به روایات بپردازیم، میپردازیم به اعلام نظر علامه مجلسی، باقر مجلسی در مورد روایات این باب. روایاتی که در این باب اومده از نظر سندی بهتر از ابواب قبلی نیست. باب ولادت امام علی و حسن و همچنین امامت علی و امامت حسن، این باب هم تقریبا در همان حد هست و چه بسا روایاتش از نظر محتوا در حد پایین‌تر و مفتضح‌تر از روایات ابواب قبلی باشه. در این باب آقای کلینی با زحمات 20 ساله خودشون زحمت کشیدن، در واقع بیداری کشیدند، شبها و چه بسا مسافرت‌هایی رو انجام داده باشند، خواب و آرام خودشون رو فدا کردند، 20 سال تمام زحمت کشیدند و در این باب 9 روایت رو جمع کردم. در باب مولد حسین ابن علی 9 روایت رو در واقع در این باب آورده و جمع کرده. منتها از این روایاتی که در این باب وجود دارند، روایت صحیحی که برای ما مفید یک علم باشه، من اینو یعنی در قالب این عرض میکنم که روایات صحیحی که مفید یک علمی باشه که شایسته معصوم هست که از طریق معصوم به ما برسن، چون این روایات صحیح در این باب وجود نداره. تنها روایت صحیحی که بدون حرف آقای مجلسی گفته صحیح هست، روایت دوم این باب هست. روایت دوم این باب هست که اونم با تعدادی از روایات خود همین کتاب و روایاتی غیر از این کتاب تضاد دارد. و روایات دیگرش، روایت دو روایت مختلفی در این در این کتاب آورده. روایت اولش مختلفی هست و روایت در واقع سومش هم مختلفی هستند. دو روایت مختلفی هست که آقای مجلسی روایت اول را با این که مختلفی هست به عنوان روایت صحیح قبول کرده، به عنوان روایت صحیح قبول کرده و گفته که مختلف فیه صحیحان اندی، این روایت روایت مختلفی هست من تا نزد من صحیح من قبولش دارم. روایت دوم را گفته که صحیح هست، حرفی نزده که مختلفی هست، اساسا گفته صحیح هست، اما من عرض خواهم کرد که این روایت با تعدادی از روایات و همچنین با واقعیت زندگانی ائمه تضاد دارد. برای این کتاب مرآت العقول از دوستان همچنین که استاد صحبت می‌فرمایند این کتاب رو نشون بدن، این کتابی است که در شرح
اصول کافی نوشته علامه مجلسیشون و سعی کرده که طبق اون، من اجازه بده استاد بگم طبق هوا و هوس خودشون، اصولی نداره در تصحیح و تضعیف روایت. طبق بررسی که جناب شما فرمودید در برنامه‌های گذشته، هر روایتی که دوست داشت تصحیح میکنه و هرچی رو که دوست نداشت تضعیف میکنه. اگر واقعا صحیح باشه بنابر معیارهای متواضعانه و خفیفی هم که دارند، خب میگه صحیح هست. من. اگر صحیح هم که نباشد میگه خب دیگران گفتن صحیح نیست اما برای من صحیح هست. صحیح اون اندی یا معتبر اون اندی، چون این تعبیراتی رو برای خود آورده، یا اینکه میگه حسن اون که صحیح یا موثق اون که صحیح. به هر صورت این پسوند صحیح رو بهش میچسبونه و در واقع سرش رو زیر برف فرو میبره که دیگران هم نبینند که این روایت چه اشکال و ایرادی رو داره. این صفحه 362 است که جناب استاد فرمودند جلد پنجم کتاب الحجه است و دو روایتی رو که جناب استاد بهش اشاره کردن، الحدیث الاول مختلف فیه صحیح عندي و الحدیث الثانی صحیح هست و حدیث سوم هم گفتند که مختلف فیه هست و هیچ چیزی رو ترجیح نداده در اینجا برخلاف روایت اول. و روایت چهارم را گفته که مرسل هست، یعنی اینکه یک فردی یا تعدادی از افراد و راویانش در واقع افتادند و در این روایت، در این حدیث رو با دو سند بیان کرده که سند دومش رو هم گفته که مرسل هست. ما اشاره کرده که و آخره ایضا مرسلون، سند دیگر و آخری هم که اومده اونم در واقع مرسل هست. این افرادی از این سند جا افتادند و معلوم نیست که چه کسانی هستند. روایت پنجم روایت مرفوعی هست، یعنی بی اعتباری هست. و روایت ششم موثق هست، یعنی این که تعدادی یا حداقل یکی از راویانش شیعه امامی و اثناعشری نیستند. اینو گفته موثق که صحیح، موثق هست با اینکه راویان شیعه امامی نیستند اما در حد صحیح هست. و این نقطه واقعا جالبه که بیاد موثقی رو بگه که کس صحیح، موثقون کس صحیح. ما بارها در مورد روایات شیعه و اقسام روایات من اینو عرض کردم، اگر روایت راویان شیعه اثناعشری عادل باشن میشود حدیث صحیح، اگر شیعه اثناعشری غیر عادل باشند، ممدوح باشند، روایت میشود حسن. اگر راویانش غیر شیعه اثناعشری باشند، غیر شیعه اثناعشری، صرف نظر از این که عادل هستند یا غیر عادل هستند، صحیح هستند یا اینکه ضعیف هستند. من در جلسه گذشته موارد رو آوردم، مانند ابان ابن ابی عیاش که نزد اهل سنت یک راوی ضعیف هست و متهم به دروغگویی هست، آقای مدرسی رو به عنوان یک راوی در حد صحیح های شیعه قبول میکنند، در حد عادلان شیعه. این روایت رو میگه موثق هست، یعنی این که یکی از راویانش حداقل شیعه اثناعشری نیست اما میگه کس صحیح مانند صحیح هست، یعنی این که راویان غیر شیعه اثناعشری، راویان غیر شیعه اثناعشری که اساسا هیچ گونه عدالتی رو هم ندارند و چه بسا که ضعیف یا دروغگو باشند در نزد خود اون فرقه هایی که این راوی از اون فرقه است، اما آقای مدرسی میگه این کس صحیح مانند صحیح هست. یعنی این راویان ضعیف و غیر اثناعشری رو که به امامت اثناعشر ایمان ناوردن، اینو می آورد در یک مقامی در کنار راویان شیعه اثناعشری عادل و صحیح قرار داده. یعنی به طور مثال کسی بیاد بگه که فلانی کافر هست مثل مسلمان، کافر هست مثل مسلمان هست، با اینکه وجودی که کافر هست اما در حد یک مسلمان ایمان دارد مثلا، چون که اینا روایت دارن که کسی یکی از امامان رو انکار بکنه کافر. بله قطعا این گونه هست. خب این روایت ششم را گفته که موثق اون که صحیح و روایت هفتم را به عنوان روایت حسن قبول کرده، یعنی این که راویان شیعه هستند منتها ثقه نیستند و ممدوح هستند. روایت هشتم را گفته که مجهول هست این روایت، تعدادی یا حتی یک نفر از راویانش مجهول و ناشناخته هستند. و روایت نهم را گفته که ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور و یا قولی که معروف هست این روایت، روایت ضعیفی هست و هیچ چیزی رو ترجیح هم نداده، گفته ضعیف علی المشهور. پس بنابراین در این باب از مجموعه نه روایتی که در اینجا ذکر کرده، فقط یک روایت رو مطلقاً گفته صحیح هست بدون اینکه فسوندی یا پیشوندی در واقع داشته باشند. این روایت دوم هست که این روایت رو هم ان
الله بررسی سندی من نمی کنم، چون که ارزش محتوایی ندارد، بلکه تضاد دارد با تعدادی از روایات و عقیده، یا بهتر بگم افسانه هایی که شیعه خودشون ساختن و پرداختن و به عنوان یک واقعیت اونها را قبول کردن. پس بنابراین از نظر روایی و از نظر سندی وقتی که این روایت رو ما بررسی میکنیم، نه از نظر محتوا اینها ارزش دارند این روایت، و نه از نظر در واقع سندی، نه روایتن و نه درایتن، این روایات روایتی نیستند که بشود بر اینها یک مبنایی رو اینها رو قرار داد برای عقیده امامت و جانشینی و وصایتی که شیعه به آن معتقد هست. منتها بازم این روایات رو با هم دیگر انشاءالله محتوایشون رو با هم بررسی میکنیم. این روایات رو من عرض کردم که بررسی سندی من نخواهم کرد، و خود محتوای این روایت بیانگر واقعیت و حقیقت این روایات خواهد بود. وقتی که با محتوای این روایت و مطالبی که در این روایت ذکر شده شما آشنا شدید، نیازی به بررسی سندی نیست، زیرا که بسیاری از روایات از این قبیل روایت رو وقتی که ما بررسی میکنیم، خود عقل سلیم و فطرت سالم انسانها حکم میکند بر این که اینها سازگار با فطرت نیستند و اینها باید جعلی باشند و غیر قابل قبول هستند. خب در باب مولد ایشون اومده در ابتدا ذکر کرده که حسین ابن علی در سال سوم به دنیا اومده، و در سال در محرم سال 61 از دنیا رفتند یا به شهادت رسیدند. این تعبیرشون هست که وقبضه، یعنی فوت کردند و قبض روح شدند. بحث شهادتی رو در اینجا ذکر نکرده، و جالب اینجا هست که نه آقای کلینی این بحث شهادت رو آورده و نه حتی امامی که روایت اول این باب هست، در اونجا هم این تعبیر قبضه رو آورده که یعنی قبض روح شد و فوت کردند. گرچه اینم در واقع میشود تعبیر کرد که قبض روح یعنی تضادی با شهادت هم نداشته باشه. ما معتقد هستیم که شیعه و سنی در این باره معتقد هستند که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیدند و سید شباب اهل سنت و الجماعت هستند. مناقب و فضائلش در کتاب اهل سنت فراوان هست، در صحیح بخاری و در صحیح مسلم و در سنن مانند سنن ترمیزی یک بابی را دارد، و جالب است که در سنن ترمیزی به جای یک باب چندین باب را اختصاص داده به سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. هم حسن و هم حسین هر دوتاشون سیده شباب اهل جنت هستن. در این زمینه ما هیچ گونه اختلافی رو با شیعه نداریم، بلکه قبل از این که شیعه در این زمینه روایاتی رو داشته باشند، این اهل سنت و الجماعت هستند که این فضائل رو در کتاب خودشون جمع‌آوری کردند و نوشتن، قبل از این که شیعه حدیثی داشته باشد یا اینکه کتاب روایی و حدیثی رو برای خودشون ترتیب داده باشند و نوشته باشند. خب روایت اول با این که مختلفون فی هست و گفته که آقای مجلسی گفته صحیح هست، این ارزش محتوایی برای ما هیچ گونه ندارد. این روایت رو من خدمت بینندگان عزیز میخونم. این روایت رو از سعد و احمد ابن محمد جمیعاً، ان ابراهیم ابن مهزیار، ان اخیه علی ابن مهزیار، ان حسین ابن سعید، که این یک فرد غالی هست، من کاری به سند ندارم، از محمد ابن سنان، از ابن مسکان، که اینو بارها ما بررسی کردیم. اگر بخوایم بررسی بکنیم از دیدگاه ما به هیچ عنوان نمیتونه حدیث صحیح باشه. به هر صورت آقای مجلسی گفته که این روایت صحیح است نزد من. از ابو بصیر که بارها اینو بینندگان عزیز با واقعیتش آشنا هستن، ان ابی عبدالله از امام ابو عبدالله جعفر صادق این روایت را کرده، قال قبض الحسین ابن حسین ابن علی یوم عاشورا و هو ابن 57 سنه. کل محتوای روایت این است که حسین ابن علی در روز عاشورا و در سن 57 سالگی از دنیا رفتن. این روایت و این مطلب نیازی به امام معصوم ندارد. تاریخ وفات هر انسانی مشخص است. به اتفاق تمام تاریخ نگاران همه میدونند که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در روز عاشورا و ماه محرم و روز عاشورا در واقع از دنیا رفتن و به شهادت رسیدند. پس بنابراین این روایت نیازی به بررسی سندی هم ندارد، زیرا که محتواش یک چیز تاریخی هست که امام حسین رضی الله تعالی عنه در فلان روز از دنیا رفتن و سنشون در هنگام وفات 57 سال بود. پس بنابراین در این زمینه ما اختلافی رو هم نداریم. گرچه روایتی در این زمینه درباره سن ایشون، در تاریخ ولادتشون روایات متعددی وجود داره، اما مطلبی نیست که یک نوع مطلب علمی داشته باشد یا یک حکمی بر اون مترتب بشه. ببینید، خاطر به این روایت من زیاد نمیپردازم.
روایت دوم که روایتی هست که آقای مجلسی گفته که صحیح است، راویانش عده من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم. این علی ابن حکم بارها گفتم همون صاحب روایت قرآن 17000 آیه‌ای هست. ان عبدالرحمن ابن عبدالرحمن العزرمی، ان ابی عبدالله قال کان بین الحسن والحسین طهرن. اصل مطلب اینه که در میان، الان نگفته در اینجا در میانی چیشون، منتها از سیاقش فهمیده میشود، کان بین الحسن والحسین طهرن، در میان حسن و حسین فقط فاصلهش به اندازه یک طهر بوده، فاصله یک طهر به معنی پاکی در میان حسن و حسین بوده. وقتی که این طهر رو ما میفهمیم، یعنی معنیش رو بخوایم تصور بکنیم، این در کنار قاعدگی معنیش فهمیده میشود، در کنار قاعدگی و عادت ماهیانه زنان. زنانی که عادت ماهیانی دارند، بعد از این که عادت ماهیانهشون قطع می شود، این مقطع را تا عادت ماهیانه بعدی که می آید در کتاب فقهی به نام طهر از آن یاد می کنند. اصطلاح هست طهر، یعنی یک پاکی که در میان دو قاعدگی و حیض قرار دارد. در این روایت امام ابو عبدالله میگوید که در میان حسن و حسین فقط یک طهری بیشتر فاصله نبوده. و کان بینهما فی المیلاد ستت اشهر و عشرا. و تفاوتی که در تاریخ تولد داشتند، تفاوتی رو که در تاریخ تولد داشتند، یعنی از روزی که سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه به دنیا آمد تا روزی که حسین به دنیا آمد 6 ماه و 10 روز فاصله بود. 6 ماه و 10 روز در این میان فاصله بود. خب این روایت رو آقای مجلسی گفته که روایت صحیح است. ما حرفی نداریم، صحیح هم که باشه این برای شما قابل معتبر است. و این گفتارش گرچه در این زمینه در روایت اهل سنت و جماعت هم این اومده که یعنی بعد از ولادت سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه یک طهر بعدش، یعنی یک قاعدگی بعدش، در واقع به حسین رضی الله تعالی عنه مادر شون باردار شدن. در این زمین اختلافی نیست، منتها اختلاف و اشکال این روایت این است که این روایت با روایات صحیحی که نزد خود شیعه هستن سازگاری ندارد. نزد اهل سنت هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد که در میان حسن و حسین فرض کنیم یک طهری وجود داشته باشه. خب ما اینو قبول میکنیم، اما این روایت با روایات شیعه متضاد هست و قابل قبول بر مبنای شیعه نباید باشه، مگر اینکه چشم رو فرو ببندند و این تناقضات رو در واقع نبینند یا مانند کبک سرشون رو زیر بر فرو ببرند. در این باره این روایت تضاد داره با روایت دوم و ششم باب مولد زهرا. باب مولد زهرا که چند باب قبل از این هست، در واقع این باب با دو روایت حداقل از روایات این باب و تعدادی از روایاتی که در کتابهای دیگر هستند در واقع تناقض داره. در همین کتاب، در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 458، یعنی چند صفحه قبلش وقتی که باب مولد زهرا رو بررسی می‌کردیم این روایت اومده. در روایت دوم باب مولد زهرا جلد 1 صفحه 458 هست، کتاب الحجه. این روایت از محمد ابن یحیی هست، اینو نقل کرده و تا اینکه به از علی ابن جعفر اخیه عن ابی الحسن، از امام ابوالحسن یا امام در واقع موسی کاظم، اینو نقل میکنه. ان فاطمه علیها السلام صدیقه شهیده. فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها صدیقه هست و شهیده هست. و ان بنات الانبیاء لا یطمثن، که دختران پیامبران دچار عادت ماهیانه نمی شوند. اگر واقع این هم این روایت رو هم آقای مجلسی تصحیح کرده، این روایت رو آقای مجلسی در مرآت الاخول جلد 5 صفحه 315 این روایت رو هم گفته که صحیح هست. روایتی که در این باب هست مولد حسین هست که در میان حسن و حسین یک طهر بوده، اون روایت رو هم تصحیح کرده. و این روایت رو که در اینجا هست، این روایت رو هم گفته روایت صحیح هست. در روایت باب مولد حسین در اونجا آمده بود که فاصله میان حسن و حسین یک طهر بوده، یک طهر بوده. در اینجا میارد و اینو مطلب رو بیان کرده که دختران پیامبران به هیچ صورت دچار عادت ماهیانه نشدند. و زنی که دچار عادت ماهیانه نمی شود به صورت کلی، نمیشه بشه یعنی حساب کرد که این در طهر هست.
الان طهره، چون که طهر ما قبلا این تعریفش کردم که در میان دو تا قاعدگی وجود داره و زنی که اساسا قاعدگی ندارد این تعبیر برایش تعبیر جالبی نیست و در واقع خلاف واقع هست. و همین مطلب را در روایت ششم هم آورده با سند قبلی که روایت پنجم هست، اینو روایت کرده و در ادامه میگه که اینی فتمتک بالعلم و فتمتک من الطمس، که الله متعال یعنی این فرشته رو فرستاد و از زبان الله متعال به اینا ابلاغ کردند که زمانی که فاطمه به دنیا آمدند الله متعال وحی کرد به یک فرشته که اون هم اومد به سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و از زبان ایشان به فاطمه گفت. ایشون فاطمه نامیدند و گفتند که من تو را از با علم گرفتم. فتمتک یعنی اصل فتام یعنی از شیر گرفتن هست که یک بچه رو از شیر بگیرن. من تو را با علم گرفتم یعنی اینکه به تو علم دادم و فتمتک من التمس و تو را نگه داشتم از تمس یعنی از عادت ماهیانه. پس بنابراین در روایت اول یعنی روایت باب مولد حسین اومده بود که در میانشون طهری وجود داشته و به اندازه یک طهر بوده و در روایت قبلی که من عرض کردم در این حداقل در این دو تا روایت در اونجا آورده که در اون حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به هیچ وجه دچار عادت ماهیانه نمی شدند. من اینو قبلا هم عرض کردم علت این که اینم در واقع یک تناقض دیگر هست، اون گونه که من در هفته گذشته یا هفته قبل در بود اینو آوردم از کتاب بحار الانوار که سیدنا فاطمه زهرا، سیدتنا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها حسن و حسین رو از ران چپشون به دنیا آوردن و در روایت دیگر اومده علت این که فرزندان ائمه، اون فرزندانی که به امامت میرسند چرا از ران متولد میشوند، علتش این است که دچار نجاست نشوند، یعنی این که محل طبیعی نجاست دارد، بدین خاطر فرزندان ائمه یا امامان نه در رحم مادرانشون حامله میشوند و باردار میشوند، جایشون جای دیگر هست، در پهلوی مادرانشون قرار میگیرند و راه خروج و تولدشون هم یک راه غیر طبیعی هست، این از ران مادران خودشون در واقع متولد میشوند. خب اگر واقعا سیدنا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که واقعا خداوند متعال مجازات کسانی رو که چنین روایاتی رو جعل کردن، این مجازاتشون ان شاء الله کف دستشون خواهد گذاشت به خاطر این بی حرمتی ها و طرح این گونه مسائل در مورد فاطمه زهرا و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها اگر واقعا شما معتقد بدین هستی بنا بر روایات صحیحتون که ایشون دچار عادت ماهیانه نمی شدن، پس چه توجیهی داره که ایشون فرزندانشون رو از ران پایشون به دنیا بیان و از راه طبیعی در واقع به دنیا نیان؟ و این خودش یک سری تضادهایی هست که در این روایت وجود داره. از این که بگذاریم در مورد خود طهری که در این روایت اومده، خود طهری که در این روایت اومده که کان بین الحسن و الحسین طهرون، گذشته از این که خود این روایت از نظر محتوایش و از نظر خود الفاظش با روایت قبلی تضاد صریح و آشکاری رو داره، این روایت با روایات دیگری در کتابشی هم تضاد دارد. روایات دیگری که هر انسان عاقلی وقتی که این روایت را ببیند و بشنود و بخواند به این یقین میرسد که این روایت نه تنها یک روایت صحیح نیست بلکه یک افسانه در واقع بیش نیست. خب در مورد طهری که در اینجا آمده این مقدار طهر چقدر بوده؟ مقدار طهری که در اینجا آوردند که در میان حسن و حسین فقط یک طهری بوده، این مقدار طهر چه اندازه‌ای بوده؟ در برخی از روایاتشون اومده که آقای مجلسی امینو هم در کتاب مرآة الاخول جلد 5 صفحه 362 و هم در کتاب بحار جلد 3 جلد 43 صفحه 247 این مطلب را آورده که این طهر فقط 10 روز بوده. نمیگه که این طهر یعنی به مقدار یک طهر، چون که خودش معتقد بدین هست که دختران پیامبران دچار این عادت نمیشن، وقتی گفتن طهر یعنی توجیه کرده که مقدار یک طهر که معمولا همون حداقلش که بگیریم که 10 روز باشه. خب در اینجا در یک از روایات و در یک از توجیهات آقای مجلسی آمده که این در واقع 10 روز هست و در روایت دیگری که باز هم اینو خود آقای مجلسی در مرآة الاخول جلد 5 صفحه 360 و به بعدش اینو در واقع نقل کرده، در اونجا روایتی رو از کتاب کشف الغمه آورده و نقل میکند که زمانی که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در واقع به شکم افتادند و مادریشون باردار شد، این بعد از 50 روز از ولادت حسن گذشته بود.
بعد از ولادت حسن 50 روز بعدش سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در واقع مادرشون باردار شدند و اصل این مطلب رو هم در این خود کتاب هست و هم در اینجا من این مطلب رو از کتاب کشف القمه هم اینو کتاب رو این مطلب رو آوردن. در کتاب کشف القمه که آقای مجلسی از اون نقل میکنند، دوستان اگر نمایش بدن این صفحه کتاب را، کتاب کشف القمه هست، فی معرفت الائمه، تالیف علامه محقق ابوالحسن علی ابن عیسی ابن ابوالفتح اربلی، دارالازواج بیروت هم اینو چاپ کردند و این هم صفحه اول این کتاب هست. در اینجا مطلبی رو آورده و نقل کرده که ذکر الامام الثالث، ذکر امام سوم هست، کشف القمه جلد دوم صفحه 212. در اینجا نقل کرده قال شیخ کمال الدین رحمت رحمه الله، این مطلب رو کلا از ایشون نقل میکنه. در اینجا آورده که باب اول هست، باب اول فی ولادته علیه السلام، در مورد ولادت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. ولد بالمدینه بخمس خلون من شعبان سنه 4 من الهجره، سال 4 هجری و سال 4 هجری ایشون به دنیا اومدند، سال 4 هجری و 5 روز از در واقع ماه شعبان گذشته بود. و كانت ولادته والدته الطهر البتول فاطمة عليه السلام علقت به بعد أن ولدت أخاه الحسن عليه السلام بخمسين ليلة. در اینجا آورده که بعد از ولادت برادر بزرگترشون حسن 50 روز بعدش ایشون در واقع در شکم افتادن و مادرشون حامله شدن بخمسین لیله. و جالب اینجا هست که در ادامه این روایت مطلبی رو آورده که آقای مجلسی در کتاب خودش این رو ذکر نمی کنه. در اینجا میگه هاکذا صح النقل، هاکذا صح النقل، این روایت و این نقل نقل صحیح است. هاکذا صح النقل، نقل صحیح در این زمینه ما داریم که مادر حضرت حسین رضی الله تعالی عنها 50 روز بعد از زایمان که حسن به دنیا آمد، بعد از 50 روز ایشون در واقع به شکم افتادن. صح النقل فلم یکن بینه و بین اخیه علیه السلام سوا هذه المدت المذکوره و مدت الحمل، در میان ولادت حسن و ولادت حسین فاصله نبوده به استثنای این مدت مذکوره، یعنی 50 روز 50 شب و مدت الحمل و مدت حملشون، یعنی 50 روز به اضافه مدت حملشون که مدت حملشون که همون 6 ماه اگر حساب بکنیم و این 50 روز در واقع چیزی نزدیک به همون 7 ماه میشوند، یعنی 6 ماه و یعنی قریب به 7 ماه میشوند. پس بنابراین در اینجا در کتاب کشف القمه این مطلب رو کاملا آورده. و جالب اینجاست که این مطلب رو از کتاب‌های دیگری هم هست، این مطلب در کتاب‌های دیگری هم وجود داره. این مطلب رو من الان از کتاب کشف القمه خدمت دوستان و بینندگان عزیز نمایش دادم. این مطلب در کتاب‌های دیگری هم اومده، مانند تاج الموالید صفحه 29 شیخ تبرسی که متوفای سال 548 هست. این همین مطلبی و این همین عباراتی که در اینجا وجود داره و این همین تصحیحی که وجود داره که قد صح النقل، این همین مطلب در این کتاب هم وجود داره، هم در این کتاب و هم در کتاب خود کمال الدین، در کتاب مطالب السر که این در واقع آقای در کشف القمه این کتاب از اون در واقع نقل کرده بود. و چیزی که در اینجا جالب هست این هست که به اتفاق این روایات هم در کتاب بحار الانوار این رو در واقع ذکرش کرده، در کتاب مرآت العقول این مطلب رو آورده و هم در کتاب کشف القمه هم این وجود داره و هم در کتاب تاج الموالید تبرسی هم این وجود داره و هم در کتاب مطالب السر این وجود داره که متوفای 652 هست. از این مراجع مقدمترینش و متقدمترینشون همین شیخ تبرسی هست که متوفای سال 548 هست. در تمام این موارد این نقطه را ذکر کردند که قد صح النقل، روایات صحیحی ما در این زمینه داریم که فاصله زمانیشون، یعنی از ولادت حسن تا باردار شدن دوباره فاطمه زهرا 50 روز فاصله بوده. اما در این روایت می آورد که فقط یک طهری وجود داشته، اونم آقای مدرسی این یک طهر را یعنی به مقدار یک طهر و حداقلش گرفته 10 روز. حداقل تفاوتی که در اینجا وجود داره یک ماه و 10 روز با این دو تا روایت صحیح تضاد وجود داره.
هر دو تاش هم صحیحه. هر دو تاشون هم گفتن که صح النقل، اوکی روایت صحیحه و در اینجا هم گفتن که این روایت هم صحیح است و 6 ماه و 10 روز بوده که 10 روزش آقای مدرسی گفته به عنوان فاصله در میان دو تا ولادت حسن تا بارداری دوباره مادریشون بوده و 6 ماه هم که وقت دوران بارداریشون بوده. پس بنابراین این یک تضاد دیگری هست که در این کتاب وجود داره. این در صحیح ترین روایتی که در این باب، بله روایت صحیح، من گفتم ارزش علمی نداره که اینو بررسی بکنیم، من تا فقط این تضادهایی که وجود داره این خدمت بینندگان عزیز من اینو مطرح میکنم. اگر بخوایم بررسی هم بکنیم، خب یعنی علی ابن الحکم هم طوری که فرمودید کسی است که قائل به تحریف قرآن و وجود قرآنی با 17000 آیه است در همین کتاب. غیر از این راویان دیگرش هیچ کدامشون عدالتشون ثابت نیست. ما بارها اینو عرض کردیم که در مذهب شیعه ثقه بودن اون گونه که خودشون هم تصریح کردند، هیلی اینو صراحتا در واقع در کتاب خودش آورده، ببخشید صاحب کتاب وسائل شیعه حر عاملی اینو صراحتا آورده که ثقه بودن یک راوی به معنی عادل بودنش نیست. همچنین اگر اشتباه نکنم مرتضی هم در رسائل خودش این مطلب رو در واقع ذکر کرده. و تا زمانی که عدالت یک راوی رو ثابت نکردن به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم این روایت صحیح است. علمای شیعه اومدن چشم پوشی کردند و وساقت را به معنی عدالت گرفتند و این با روایات خودشون با نظریه علمای خودشون و در واقع تضاد داره. به هر صورت این روایت نمیتونه صحیح باشه. اگر صحیح باشه این اشکالات و این تضادها در این روایت وجود داره. یعنی این طرف اومد یک دروغی رو گفته و حالا به خاطر اینکه اینو ثابت بکنه یا که از این دروغش بر نگرده دروغای دیگری هم به این چسباندن. بله قطعا این گونه هست. و این دو تا مطلب، آقای مجلسی در کتاب بهار الانوار و در کتاب مرآت العقول گفته بودند که این طهر 10 روز بوده. در کتاب کشف القمه اربیلی این گفته بودند که در واقع 50 روز، یعنی فاصله بوده 50 روز در میان ولادت حسن و بارداری دوم مادریشون فاصله بوده. و در کتاب دیگری ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 231 در اونجا می آورد که سیدنا حسین رضی الله تعالی بعد از برادرش 10 ماه و 20 روز بعد متولد شد. 10 ماه و 20 روز بعد از ایشون متولد شده. یعنی این که 6 ماه رو اگر بگیریم که حساب چیشون باشه، 6 ماه زمان بارداری ایشون و زمان حمل ایشون باشه، 4 ماه دیگر میموند. یعنی تفاوت دیگری در اینجا 4 ماه ذکر کردند، 50 روز ذکر کردند، 10 روز ذکر کردند، به اضافه این 4 ماهی که در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب در جلد 3 صفحه 231 اینو ذکر کرده و خود آقای مجلسی هم این اخوال رو ذکر کرده. به طور مثال در کتاب مرآت جلد 5 صفحه 360 و در کتاب بحار جلد 43 صفحه 237 این مطلب رو کاملا آورده که من اینجا هم علامت گذاری کردم، منتها به خاطر اینکه وقت زیاد گرفته نشد من فقط این مطلب رو گفتم به اضافه مسائلی که و آدرس هایی که دادم. این یک مطلب دیگه. پس بنابراین سه قول تا حالا در اینجا اومده. قول چهارمی که در اینجا وجود داره، قول چهارمی که در این روایت صحیح رو در واقع زیر سوال میبره، قول دیگر این است که 2 سال بعد از ولادت حسن سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه به دنیا آمدند. 2 سال بعد از ولادت حسن رضی الله تعالی عنه سیدنا حسین در واقع به دنیا آمدند. این مطلب رو من از کتاب بحار الانوار خدمت بینندگان عزیز من اینو نمایش میدم. کتاب بحار الانوار هست، جلد 43 این کتاب و صفحه 272 این کتاب هست که در این، یعنی از محتوای این روایت این گونه فهمیده می شود که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه 2 سال بعد از ولادت حسن رضی الله تعالی عنه به دنیا آمده، زیرا بنابر تعبیر قرآنی و بنابر اقوال فقهای شیعه و سنی فاصله شیرخارگی، یعنی زمان شیرخارگی 2 سال هست. حمله و فصاله 30 شهرا که حداقل حمل که 6 ماه حساب بکنیم به اضافه در واقع 2 سال دوران شیرخارگی مجموعا همون 30 ماه حساب میشن. اما در اینجا یک روایتی آورده که این روایت هم از این جنبه یک 2 نقطه در این وجود داره. نقطه اول این که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه بعد از 2 سال از ولادت حسن تازه مادریشون باردار شدند، یعنی در میان بارداریشون تفاوت بوده بعد از وضع حملشون تا بارداری دومشون. و در همین روایت اومده که 1 سال سیدنا حسین رضی الله تعالی در شکم مادر بودن.
برخلاف بله یک سال، یعنی برخلاف اون مطلبی که در کتاب اصول کافی اومده که شش ماه هست، برخلاف اون مطلب. این روایت، روایت 39 این باب هست، روایت 39 این باب هست و این باب تاریخ الامامین الهمامین الحسن و الحسین هست. دوستان اینو نمایش بدن، این کتاب رو، کتاب بحار الانوار هست، بارها اینو نمایش دادیم خدمت بینندگان و این چاپی رو که در اختیار ما هست و در جلد 43 هست و صفحه 271 هست که این مطلب صفحه بعدی میفته 272 و روایت 39 و علامه زده یا و جیم که از کتاب در واقع که نقل کرده از خرایه و جرایح قطب راوندی مطلب را نقل کرده. روایت 39 هست و کمی اگر در این مطلب، این مطلب را در اینجا در پایین این صفحه در واقع آورده. در اینجا میگوید که ما منزلت الحسین، من کل روایت رو چون که طولانی هست تقریبا حدود دو صفحه رو، یک در هر دو صفحه هست، نصف صفحه هست، هر دو صفحه رو فرا گرفته، من فقط مورد شاهد رو میخونم. میگه فقلت کان الحسین اکبر فقال النبی صلی الله علیه وسلم ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفه مکتومه الى آخر مطلب. تا اینجا که میاد که به اینجا که فوليت ظهري كما كنت أفعل حين أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم سلمة فقلت لفاطمة ما منزلة الحسين، من از فاطمة پرسیدم که منزلت حسین چی هست، حسین رضی الله تعالی عنه چه جایگاهی رو در واقع دارن. ایشون قالت انه لما ولدت الحسن، زمانی که من حسن رو به دنیا آوردم، لما ولدت الحسن امرني ابي الا البس ثوبا اجد فيه اللذة، من واقعا یعنی استغفار میکنم درگاه الله متعال و معذرت میخوام از اینکه این مطالب رو من مطرح میکنم. والله خدا شاهد است که قلب هر مسلمانی آزرده میشه. من میدونم، خود من هم وقتی که این روایت رو مطالعه کردم متاثر شدم و قطعا شما بینندگان عزیز هم متاثر خواهید شد. اما همون گونه که من بارها عرض کردم، این اهانت‌های محترمانه‌ای هست که فقط از دشمنان عاقل یا دوستان نادان در واقع میتواند سر بزند، وگرنه انسان عاقلی هیچ وقت چنین روایتی رو قبول نمی‌کند. و این بهانه‌ای نیست که ما بیاییم در مورد جزئیات و این مسائل یعنی مطرح بکنیم به خاطر اینکه یک عقیده باطل و یک افسانه‌ای رو برای بینندگان یا برای طرفداران خودمون ثابت بکنیم. به هر صورت روایت هست و نقل کفر کفری در واقع حساب نمیشه. من تا باز هم من شرمنده‌ام در پیشگاه الله متعال که چنین مطالب رو آوردم و مطرح میکنم. روایت این است که میگوید فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها فرمودند که لما ولدت الحسن، وقتی که حسن رو من به دنیا آوردم، رسول الله پدرم به من دستور داده که لباس تحریک کننده ای رو نپوشم. لباس تحریک کننده، خود این جای سوال داره که لباسی که در اون زمان بوده چه لباسی، لباس تحریک کننده ای بوده که برای خودشون تحریک کننده هست یا برای شوهرشون تحریک کننده باشه، که هر دوتا معصومن، هم فاطمه زهرا از دیدگاه شیعه و هم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه معصوم هستند و نیازی به چنین توجیه نباشه. و خود این توصیه یک توصیه هست که در واقع جای سوال داره. قطعا این گفته از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست و حتی این با روایات صحیح خود شیعه هم در واقع در تضاد و تناقض هست. منتها نفس مطرح کردن و جعل چنین روایت همون گونه که گفتند یا کار دشمنان عاقل هست یا دوستان نادان. میگوید به من فرمودند که لباس تحریک کننده ای رو نپوشم حتی افتمهو، تا زمانی که من ایشان را از شیر بگیرم. این کلمه را فتام یا افتمهو به هر تعبیری که ما بخوایم ترجمهش بکنیم و هر قاموس و فرهنگ لغتی رو که ما نگاه بکنیم، فتام سبی یعنی از شیر گرفتنش و حق بچه، اونگونه که در روایات شیعه و سنی اومده، در قرآن کریم اومده، 2 سال حق شیرخوارگیش هست. 2 سال کامل باید شیر بخورن. حتی این آیه را که در سوره احقاف هست، شیعه معتقد است این درباره حسن حسین نازل شده که حمله و فصاله 30 شهرا. خب به من دستور داد تا 2 سال، تا زمانی که من این بچه رو از شیر نگرفتم، لباس تحریک کننده نپوشم. فاتانی ابی زائرا، یک روز پدر من اومد برای زیارت من، ملاقات من، فنظر الى الحسن و هو یمص الثدی، نگاهش افتاد به سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه و هو یمص الثدی که پستان و سینه در دهانشون بود. منتها این کلمه الثد که در اینجا اومده و در این روایت در اصل کتاب نیست،
در اصل کتاب این در واقع وجود نداره و در کتاب الخرائج جلد 2 صفحه 843 این مطلب اومده، در اونجا یمس و النوا اومده، یعنی هسته خرمایی رو ایشون میمکیدن، هسته خرما، منتها نمیدونه در اینجا نه محقق اشاره کرده به این مطلب و نه این که در خود آقای مجلسی هم اشاره کرده، نمیدونم این تغییر و تحریف عمدی بوده که آقای مجلسی میخواد نظر خودش رو غالب بکنه یا این که واقعا یک اشتباه بوده و کسی متوجه نشده. به هر صورت میگه در اینجا وقتی که اومد دیدند که حسن رضی الله تعالی سینه مادرش رو گرفته و میمکد، منتها این جمله اسد این با ادامه روایت هم این سازگاری نداره، زیرا که در ادامه روایت اومده که فقال فتمته، این البته این خود این کلمه خطاب به مذکر هست، نمیدونم این در اصل کتاب دقت نکردم این گونه بود یا اشتباه چاپی هست، فتمتیه باید باشه اصل روایت که خطاب به مؤنث باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا ایشون از شیر گرفتی؟ خب وقتی که میبینند که سینه مادر در دهانش هست نمیگن از شیر گرفتی، خب مشخصه که هنوز داره شیر میخوره، پس بنابراین این همون النوا هست، ایشون خرمایی رو خورده بودن، هسته خرما هنوز در دهانشون بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند آیا ایشون از شیر گرفتی؟ قلت نعم، بله من ایشون از شیر گرفتم، پس بنابراین اون کلمه قبلی ثدی نیست و همون نوایی هست که در اصل کتاب این گونه هست. قال قلت نعم، قال اذا احب علی الاجتماع فلا تمنعه، گفت اگر علی رضی الله تعالی عنه یعنی تمایل به همبستری داشت فلا تمنعیه، پس ممانعت نکن. من عرض کردم که طرح این مسائل واقعا آزاردهنده هست. در ابتدای روایت آورده بود که تا زمانی که حسن رو از شیر نگرفتی لباس تحریک کننده نپوش و در اینجا آمده اگر علی نیازی داشت شما انکار و استنکافی رو نداشته باشید. فإني أرى في مقدم وجهك ضوءا ونورا، من در جلوی چهره شما یک نور و روشنایی رو میبینم و ذلك بدین خاطر هست که انك ستلدین حجة لهذا الخلق، به خاطر این است که شما حجت الله را یک حجتی رو به دنیا میآورید. فلما ما تم شهرون، توضیح میده بعد از این که یک ماه گذشت من چه حالتی بود، دو ماه چه حالتی بود، سه ماه و تا زمان ولادت ایشون. و در ادامه روایت و آخر روایت در اینجا یک مطلبی را آورده که فرجعت و اما ثالث و فذاک حبیبی جبرائیل، و که میگه که سه تا فرشته اومده بودن نزد حضرت فاطمه زهرا و توضیح که در این روایت اومده و اما ثالث، و رسول الله فرمود که این سومین نفر جبرائیل بود، یعنی میکائیل و عزرائیل و جبرائیل اومده بودن نزد فاطمه زهرا. فذاک حبیب جبریل یخدمه الله ولدک، اینو الله متعال یعنی شد ترجمهش این باشه که اینو خادم ولد تو، خادم فرزند تو اینو قرار میدهد، یخدمه الله ولدک، یخدمه الله ولدک. فرجعت فنزل تمام السنه، اینجا میگه که فنزل تمام السنه یعنی به دنیا اومد، نزل یعنی فرود آمد، به دنیا اومد، تمام السنه با کامل شدن یک سال، تمام سنتی کامل شدن یک سال یا با گذشت یک سال از اون تاریخ در واقع ایشون به دنیا اومدن. پس بنابراین در این روایت ما میبینیم که دو مطلب وجود داره. مطلب اول این که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشون فرموده بودند که تا زمانی که حسن رو از شیر نگرفتی لباس تحریک کننده نپوش. بعد از این که ایشون از شیر گرفته بودند رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد که اگر علی الان نیازی داشت تو هم تمکین بکن، بعد از دو سال، پس بنابراین فاصله زمانی دو سال بوده و در آخر روایت هم اومده که یک سال ایشون بعد در واقع به دنیا اومدن. پس این یک تضاد پنجم هست که در این روایت در واقع ذکر شده و همچنین تضاد دیگری که در خود همین کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحه 239 اومده این مطلب هست که فلان مکان بعد حول ولد الحسین، بعد از یک سال حسین رو به دنیا اومد، یعنی بعد از یک سال از تاریخ ولادت سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه، یعنی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه که یک سال شد بعد از اون حسین رضی الله تعالی عنه به دنیا اومد. این مطلب در صفحه 43 صفحه 238 به بعد که 239 هست این مطلب اومده و این روایت رو اگر دوستان نمایش بدن که در این روایت در ابتدای صفحه این از سیدنا اسماء این مطلب را نقل می کنند که اسماء بنت امیس رضی الله تعالی عنها
که میگه قالت قبلت جدتك فاطمه، که من قابله بودم، میگوید که برای مادرت. این از روایت علی ابن حسین هست، علی ابن حسین و اسماء بنت اميس به علی ابن حسین فرزند امام حسین میگوید که من دایه بودم برای جده تو فاطمه، بالحسن والحسین، در مورد حسن و حسین. فلما ولد الحسن، زمانی که حسن به دنیا اومد، جاء النبی، رسول الله صلی الله علیه و سلم به اومد و گفت این فرزند رو بیارید، ما بردیم به رسول الله، دادیم فرزند رو و پیچیده بودن در پارچه زرد رنگی. فرما به النبی، رسول الله این پارچه رو انداختند و گفت که یا اسماء، اسماء، لم اعهد الیکم الا تلف المولود فی خرقه صفرا، مگر نبودم که ایشونو به در پارچه زرد نپوشید. فلفف توه فی خرقه بیضا، و میگه که من اینو در دوباره حسن رو در یک پارچه سپید پیچیدم و دادم به رسول الله و رسول الله هم در گوش ایشون اذان گفتم، تا آخر که نامش رو عوض کردن و گفتن قال لعلی به ای شی سمیت ابنی، فرزندم اسمش رو چی گذاشتیم؟ قال ما كنت اسبخ به اسمه، یا رسول، من نمیخوام که اسمش رو بگذارم. قد کنت احب ان اسمی حربا، من میخواستم که نامش رو حرب بگذارم، حرب به معنی جنگ. البته در این روایت اومده که حضرت علی اسمش رو حرب گذاشت، که بحث من در این زمینه نیست، اما در این روایت اومده که علی میگه که من منظورم این بوده که اسمش رو حرب بگذارم، الان نظر شما هست. فقال النبی صلی الله علیه و سلم ولا اسبخ انا باسمه ربی، من تا زمانی که الله بهم اجازه ندهد نامش رو نمیگذارم، یعنی حسن و حسین از جانب الله نامگذاری شده. میگه تو محبت جبرئیل، جبرئیل اومد و ایشون سلام کرده که یا محمد علی علی الاعلی یقرئک السلام و یقول علی منک بمنزله هارون، علی مثل هارون برای تو من موسی، ولا نبی بعدک، بعد از پیامبری نیست، اسم اسمک هذا به اسم ابن هارون، اسم هارون و فرزندش چی بوده تو هم به اون بگذار. قال نبی و ما اسم ابن هارون؟ قال شبر، اسم شبر بوده، اینو بذار حسن، گرچه این هم نام نیست، شبر کجا و حسن و در واقع کجا. به هر صورت در اینجا میگه که قالت اسماء فسماه الحسن، اسم حسن رو گذاشتن بر سیدنا حسن. روز هفتم وقتی که شد، رسول الله عقیقه کشتن، انها به کفشین دو تا گوسفند رو، و اعطى القابله فخذا و دینارا، قابله رو که حضرت اسماء بودند یک رانشو دادن بیشون و مبلغ پول، و حلق راسه و تصدق به وزن شعر و ورقا و طلا راسه بالخلوق الى اخر. ثم قال یا اسماء الدم فعل الجاهلیه الى آخر. بعد میگه قالت اسماء، اسماء میگه فلما کان بعد حول، فلما کان بعد حول، یک سال بعدش ولد الحسین، سیدنا حسین به دنیا آمد. یعنی از اون تاریخی که ایشون دارن نقل میکنند که رسول الله آمد و حسن به دنیا آمد، میگه یک سال بعدش چیکار شد؟ سیدنا حسین به دنیا آمد و جاء النبی، و توضیح میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره اومدند و مطالبی که در این باب در واقع ذکر شده. پس بنابراین در این روایت یک مطلب دیگری در اونجا آمد. آقای مدرسی میگه که 10 روز فاصله بوده در دو تا از کتابشون. در کتاب کشف القمه اومده بود که 50 روز هست. ابن شهر آشوب گفته بود که بعد از ولادت برادرش حسن در واقع 1 ماه و 20 روز، 10 ماه و 20 روز بعد متولد شده بودن. در روایتی که در کتاب که من خدمت بینندگان اینو نمایش دادم، در کتاب بهار الانوار اومده بود و در کتابهای دیگر هست. بهار الانوار جلد 43 صفحه 272 مطلب رو آوردم که بعد از 2 سال تازه سیدنا حسن حسین رضی الله تعالی در شکم مادر افتادند. این مطلب پنجم بود. و مطلب ششم و این مطلبی که الان عرض کردم، در این روایت اومده که 1 سال بعد در واقع ایشون متولد شدن. تمام اینها تضاد داره، گرچه اصل روایت هم وجود داشت، تضاد با روایات دیگر هست. خود این تاریخ و بحث طهری هم که وجود داشته، اینم با چندین یکی از روایات دیگر که بوده در واقع تضاد داره. غیر از این هم وقتی که ما نگاه میکنیم، برمیگردیم به اصل روایتی که در اینجا ذکر کردم، در اینجا و کان بینهما فی المیلاد 6 اشهر، کان بینهما فی المیلاد 6 اشهر. دوستان اگر این نمایش بدن از اصل کتاب اصول کافی، که در اینجا میگه و کان بینهما فی المیلاد، در تاریخ میلاد ایشون، یعنی در تاریخ تولدشون، صرفا 6 ماه و 10 روز فاصله بوده. اگر ما این موارد رو که من قبلا عرض کردم، 5-6 مورد تناقض و تضاد رو من آوردم، به هیچ عنوان امکان نداره که تاریخ تولد حسن تا تاریخ تولد حسین صرفا 6 ماه و 10 روز رو در واقع این وجود داشته باشه و این اختلاف رو داشته باشه. یعنی تنها 6 ماه و 10 روز در شکم مادر بوده؟ نه، در شکم مادر بوده به اضافه اون طهری که وجود داشته.
به اضافه فاصله زمانی که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها باردار نبودند، اون هم که حساب بکنیم به اضافه زمان بارداری حسین مجموعاً 6 ماه و 10 روز بوده. اصلا امکان داره علمی؟ این خود امکانش یک بحث دیگه هست. خود امکانش در این روایت آورده، خود اونم تضاد داره. و این میگوید که خود آقای مجلسی در کتاب مرآت جلد 5 صفحه 361 این آورده که و ما ورد فی روایات صحیحه از صحیحه، من صحیح نوشتم نمیدونم شاید در اصل کتاب از صحیح باشه، انه لم یکن بین ولادتیهما الا 6 اشهر و 10 روز، که در میان ولادت اونها به جز 6 ماه و 10 روز فاصله ای نبوده. و در روایت بعدی این مطلب رو کاملا ذکر می کند که نمونه های از این قبیل رو آورده که خود اون نمونه هم در واقع تفاوت داره. پس بنابراین صحیح ترین روایت باب این هم اشکال داره. صحیح ترین روایت این بعدش. باب روایت بعدی که در واقع که بهتر از این موضعیتی رو ندارن. صحیح ترین روایت که روایت دوم هست که بدون چون و چرا و بدون تردد آقای مدرسی گفته که صحیح هست، در جلد 5 صفحه 362 این همه تناقض و تضاد رو داره. من به خاطر این که تناقض این برای هر انسان عاقلی مشخص هست، خود لفظ حدیث رو وقتی بخونند کان بین الحسن و الحسین طهر و کان بینهما فی المیلاد 6 اشهر، این تناقض داره با روایات دیگر. خود انسان عاقل میفهمد که چنین چیزی نمیتونه و که در واقع واقعیت داشته باشه و عملی باشه. من تا این چند تناقض رو من خدمت بینندگان عزیز هم عرض کردم. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز و گرامی، دیدید که در یک روایتی که روایت صحیح نامیدند چقدر تناقض و تفاوت وجود داره. راست گفتن که دروغگو حافظه نداره. هر کدومشون اومدن و یک مطلبی رو ذکر کردن و حداقل این علما اینو باید با هم دیگه که تنسیقی می داشتن تا که این گونه نیان و در مورد ولادت یکی از مهمترین امامان اینطوری سوتی بدن و یکی 10 روز، یکی 50 روز، یکی 2 ماه، یکی 6 ماه، یکی 1 سال. علی کل حال می دونم که شما هم گیج شدید از این تناقضات و از این مسائلی که وجود داشت در این روایت، در صحیح ترین روایت این باب به قول آقای مجلسی. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله خدمت شما بزرگواران برمیگردیم با ادامه بحث و در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود. با ما همراه باشید. امامت و مرگ جاهلی. دلیل بعدی در اینجا حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه هست. خب مسلم میگه من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتتن جاهلیه. اگر بیعت امام در گردن هر کسی نباشد بمیرد، اون چیه؟ به مرگ جاهلی مرده، یعنی بدون دین از دنیا رفته. آیا امامت اگر از فروع دین هست، یعنی کسی فروع دین را عمل نکرد خارج از اسلام، خارج از اسلام از دنیا میره یا نه؟ این دلالت میکنه امامت از اصوله، اینکه حرف ما نیست که. خود آقای احمد ابن حنبل که با سند صحیح میگه من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه. بینندگان عزیز، آخوندهای رافضی بعد از این که از آوردن یک دلیل صریح و واضح بر این که امامت اصل دین است عاجز ماندند، دست به تحریف و تأویل معانی نصوص زدند و به نصوصی استدلال نمودند که دارای چند معنی بوده و صراحتی بر امر ندارد. همان گونه که این آخوند رافضی طبق عادت همیشگی خود می‌خواهد به تحریف نصوص اهل سنت بپردازد و چیزهایی را به اهل سنت نسبت دهد که اهل سنت به آن معتقد نیستند. علمای اهل سنت بر این باورند که مراد از بیعت با امام در این حدیث بیعت با سلطان و حاکمی است که مردم بر حکومت او اتفاق کرده‌اند و با او بیعت نمودند و فرقی ندارد که این حاکم با بیعت و رضایت مردم سر کار آمده باشد یا با قدرت و زور. در چنین حالتی اطاعت از این حاکم واجب است مادامی که به گناهی امر نکند. اما این آخوند رافضی بیعت با امام را که در این حدیث وارد شده به بیعت با امامان 12 گانه تفسیر می کند که در بین آنها فقط علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و حسن مجتبی رضی الله عنه به حکومت رسیدند. و همچنین مرگ بدون بیعت با امام به این معنی نیست که شخص بدون ایمان از دنیا می رود و کافر است. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرمایند من قتل تحت رایه عمیه يدعو عصبیه او ينصر عصبیه فقتلته جاهلیه.
صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1487 شماره حدیث 1850. هر کس زیر پرچم کورکورانه به گونه ای کشته شود که دعوت و یاری او از روی تعصب باشد، او بر شیوه جاهلیت کشته شده است. از این حدیث معلوم شد کسی که کورکورانه بجنگد بر شیوه و عادت جاهلیت مرده است، نه اینکه او را فاقد ایمان بدانیم. پس منظور آن حدیث شباهت پیدا کردن با عادات جاهلی است، چون عرب ها در زمان جاهلیت از امیر خاصی اطاعت نمی کردند و این امر باعث اختلاف زیادی می شد. و باید گفت که این حدیث در مورد روافض بیشتر صدق دارد، چون همیشه سعی در جدا شدن از عموم مسلمانان دارند و همچنین امام زمان خود را نمی شناسند و ادعا می کنند که محمد ابن حسن امام غایب است، کسی که صدها سال است وارد سرداب سامرا شده در حالی که 2 یا 3 یا 5 سال سن داشته است و تا امروز نه کسی او را دیده است و نه اثری از او وجود دارد و هیچ فردی نه شخص او را می شناسد و نه صفات او را، و معتقدند که چنین شخص مجهولی امام زمانشان است و همگان می دانند که این نوع شناخت شناخت صحیحی نیست و شناختی انسان را از جاهلیت خارج می کند که به وسیله آن اجتماع مسلمانان صورت گیرد و فرامین او مورد اطاعت قرار گیرد. پس مصداق اصلی این حدیث روافض هستند، چون امامی ندارند که با او بیعت کنند و امام مجهولشان در غیبت به سر میبرد و امتش را بدون چوپان رها کرده است. اگر واقعا راست میگویید که امامت جزو اصول دین است، پس دلیلی صریح از قرآن کریم بیاورید که احتمال معنی دیگری را نداشته باشد، همچون دیگر اصول دین که دهها آیه صریح در مورد نماز، روزه، زکات و حج نازل شده است. آیا معقول است که امامت رکنی اساسی از ارکان اسلام باشد و انسان بدون اعتقاد به آن کافر گردد، ولی حتی یک آیه یا جزئی از آیه دلالت صریحی بر این رکن اساسی نداشته باشد؟ آیا این امر قابل قبول است؟ با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در مورد حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما صحبت می کنیم. چه شرافتی برتر از این که پدر بزرگ حسین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. مادر بزرگش خدیجه کبری است. مادرش فاطمه زهرا، پدرش علی ابن ابی طالب، برادرش حسن. همه اینها فضائل و شرافتی است که اگر حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی دیگری را نمی داشت، همین شرافت و فضیلت برای ایشان کافی است. در این روزها می دونید که در بعضی از کشورهای اروپایی به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین شده و قلب‌های میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان جریحه دار است. اما این توهین‌ها و این اهانت‌هایی که در نزد کفار به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میشه، در مقابل توهین‌ها و اهانت‌هایی که مدعیان دروغین محبت اهل بیت، مدعیان دروغین محبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مدعیان دروغین امامت و ولایت و کتاب‌های اینها مملو از این توهین‌ها و اهانت‌هاست، چیزی نخواهد بود. وقتی که می‌بینیم حتی زندگی خصوصی دختر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز از گزند این دین فروشان و مذهب فروشان و شاگردان عبدالله ابن سبی یهودی در امان نمانده. جناب استاد، در خدمت شما هستیم و ما در 2 ساعت تقریبا در طول مدت برنامه نصفش رو اختصاص دادیم به صحیح ترین حدیثی که
اینا ادعا کرده بودن که این حدیث صحیح است. اگر این وضعیت صحیح ترین حدیثشون باشه، پس بقیه احادیث چه وضعیتی خواهد داشت؟ همون گونه که قبلا عرض کردم، وقتی که صحیح ترین یا اولین روایات باب که بنابر نظر محققین در اصول کافی برترین روایات و بهترین روایات هست این گونه باشه، باقی مانده رو بینندگان حدیث خودشون میتونند که حدس بزنن. سالی که نکوست از بهارش پیداست. شما اشاره کردید که یک ساعت رو ما با یک روایت گذروندیم. اجازه بدید قبل از این که من سراغ روایت های بعدی برم، هنوزم چیزی مونده مگه؟ 9 روایت داریم، من فقط یک روایت رو بررسی کردیم. من تا اجازه بدید، چون که من در طول این برنامه وقتی شما رو نگاه می کردم تو حدشتم شما هم یک نوع یعنی گرفته بودید از بس که این مطالب رو، هم مطالب یعنی درد آوری بود و همین که خود این بررسی روایات یک بحثی هست که شاید برای عموم مردم یک مقدار سنگین باشه. اجازه بدید حتی به عنوان یک زنگ تفریحم شده، چند تا من وقتی که این کتاب اصول کافی رو این جلدش رو مطالعه میکردم درباره سیرت امامین همامین، مطالبی رو در اینجا دیدم که واقعا برای من جالب یعنی توجه بود و این مطالب رو، برخی از اینها رو اگر میخواند که کل این افسانه ها رو، این داستان سرایی ها رو و این بعد نظر و تعمق و مهارت علمای شیعه رو در افسانه سازی میخواند که یاد بگیرند و بفهمند چقدر عمیق بوده، برند یک جلد از این کتاب های از جلد این بهارالانوار یک جلدش رو مطالعه بکنم. حالا جناب استاد میگفتن در بهش برای خوشگذرانی کتاب بهارالانوار میخونن، به خاطر همین مطالبش است واقعا. یعنی جا داره که به عنوان فکاهیات و سرگرمی این مطالب خونده بشه و یک اگه فایده دیگری نداشته باشه، حداقل فایدهش اینه که با نام چند نفر از فرشتگان نمیدونم جدید الخلقه هستند یا قدیم بودن، به هر صورت انسان آشنا میشود، حداقل این فایده رو داره. نکنه این مثل روایت جابل خواب و جابل سا هست، چیزی در حد اون هست. یک مطلبی که در این کتاب و در تمام کتاب ها اومده، ارتباط ملائکه با ائمه هست، رفت و آمد ملائکه و خصوصا سیدنا جبرئیل که در روایتی که من خوندم برای تبریک گفتن اومده بود، نام حسن را آورد و هدیه داد و تبریک گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مژده دادن به ولادت حسین و بقیه مواردی که یعنی فرشتگان زیاد یعنی در زندگی ائمه بنابر تعبیر شیعه وجود داشتن. من جمله این که ولادت سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما واقعا ولادت مبارکی بوده. با ولادت سیدنا حسین رضی الله تعالی هرچی فرشته لنگه و لاشه و معلول و ناقص الخلقه و عقب افتاده بودن، الله متعال همه اینها رو شفا داد. میخندید شما؟ واقعیتی هست من بیان میکنم در کتاب های شیعه وجود داشته. اگه فرشته بله احیانا این امکان پذیر هست و مادرزادی نبود البته، این ناقص الخلقه بودنشون و این عیوبی رو که داشتند، منتها این افرادی بودند میان فرشتگان که ناقص الخلقه شدند بعدها اگر در هنگام خلقت یا به تعبیر عوام یعنی مادرزادی اگر نبوده. یکی از این فرشتگان که ذکرش اومده در جریان ولادت سیدنا حسین رضی الله تعالی حضرت فطرس علیه السلام هست. تعجب میکنید از نام، گفت نام های جدیدی هست. خب در کتاب یونانی بوده یا عرب بوده؟ والله عالم این ذکر نکردن که از کدوم یعنی کشور بوده و در صورت در کتاب بهارالانوار جلد 43 صفحه 243 این مطلب اومده و فرشته به نام فطرس، اگر دوستان این کتاب رو نمایش بدن، جلد 43 این کتاب هست، من بارها اینو نشان دادم متاسفانه. روایت 18 هم هست، روایت 18 هم هست و من مختصر من اینجا اسم فرشته رو نوشتم فطرس. در اینجا میگه که زمانی که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه به دنیا آمد، اینه که ان ابو عبدالله، یه خود روایت از ابو عبدالله است، میگه که زمانی که حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه متولد شد، الله متعال به جبریل دستور داد که با تعدادی از فرشتگان یعنی 1000 فرشته بروند فرود بیایند و تبریک بگویند به رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت جبرئیل با 1000 فرشته اومدن برای تبریک گفتن به خاطر ولادت و میلاد حسین. و من جبریل فیوهنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم من الله و من جبریل، یعنی تبریک بگن از جانب الله و از جانب جبرئیل، با یک گروه و هیئت 1000 نفری از فرشتگان.
میگه که زمانی که جبریل علیه السلام داشت نازل میشد فمر علی جزیره فی البحر، سرشون افتاد و گذرشون افتاد به یک جزیره در دریا، فیها ملکون، در اون فرشته، در اون جزیره یک فرشته وجود داشت. نمیدونم این جزیره کجا بوده، وقتی که از آسمان مستقیم میخواستن بیان مدینه، نمیدونم این جزیره در وسط راه بین آسمان و زمین بوده یا خودشون راهشون رو کج کردن رفتن یک مسیر دیگری که دریا بوده تفریح بکنن بعدش بیان خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله. خیلی سخت نگیرید از تو استاد، یعنی شاید در فرودگاهی بوده در بین راه پیاده میمودن قسمتی نه، از دارو. اگر قرار باشه جای دیگر برند الله متعال پرهاشون رو میشکنه. این مطلبی که عرض میکنن رفتن تاخیر کردن، الله متعال اینا رو فرستاده برند مژده بگن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، رفتن جای دیگری جزیره برای خودشون تفریح. به هر صورت چیزی که در روایت اومده گذرشون به یک جزیره افتاد در دریایی که در اون یک فرشته بود، یقال له فتروس، که اسمش فتروس بود، کان من الحملتی، این از حمله بود، این از حاملان عرش بود، کسانی بود که عرش الهی رو در واقع حمل میکردن. بعثه الله فی شین، الله متعال اینو دنبال یک کاری فرستاده بود، فابت علیه، دیر کرد، دنبال کاری فرستادن، این فرشته هم دیر کرد، نمیدونم شاید مثل این گروه رفته بوده برای تفریح. فکسر جناحه، الله متعال عصبانی شد، بالش رو شکست، و القاه فی تلک الجزیره، و ایشون این فرشته رو در این جزیره انداخت. فعبد الله تبارک و تعالی فیها 700 عام، 700 سال این فرشته الله متعال رو در واقع عبادت میکردن در اون جزیره. ادامه داستان وقتی که این متولد شد، وقتی که جبرئیل با این هزار نفر، هزار فرشته رفتن پیش این، گفتم کجا میری؟ گفت بله یک مولودی متولد شده برای سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم، ما میریم تبریک. میگه خب منم با خودتون دست منو بگیرید، منو حمل بکنید، به یک صورتی منو ببرید که برم پیش ایشون که الله متعال به خاطر میمنت این مولود منو شفا بده. و عملا این کار رو میکنن. این فتروس رو بگیم، حضرت فتروس علیه السلام، یا علیه السلام بگیم، ایشون رو بردند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و به میمنت و به برکت سیدنا حسین الله متعال از ایشون گذشت کرد و بالشون دوباره درست شد. یکی از این فرشتگان بوده. و یک فرشته دیگری به نام، نامش هم واقعا جالب هست، این فرشته دوم به نام حضرت دردائیل. دردائیل بله، حضرت دردائیل. این مطلب در همین کتاب در روایت 24 اومده. و این روایت هم یک روایتی هست که در واقع نمیدونم این تعبیر برای دردائیل که ما میدونیم یک فرشته نبوده، یعنی یک، اگر فرشته بوده فرشته فضولی بوده به تعبیر امروزی، که دنبال یعنی جستجو بوده، میخواسته مطالبی رو کسب بکنه. به هر صورت در این روایت اومده و این روایت 24 هست، دوستان اگر اینو نمایش بدن، که مجاهد از ابن عباس میگه که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که ان لله تبارک و تعالی ملکا، الله متعال یک فرشته دارد که یقال له دردائیل، اسم این فرشته دردائیل هست، کان له 16000 جناح، این فرشته 16000 بال داشت. دردائیل 16000 بال داشت، ما بین الجناح الى الجناح هوا، در میان هر دو تا بالش هوا بود، و الهواء كما بین السماء والارض، یعنی یک فاصله بود در میان دو تا بالش که در میان هر دو بال و هر فاصله که داشتن به اندازه فاصله بین آسمان و زمین بود. 16000 بال و در میان هر دو تا بال فاصله بین آسمان و زمین وجود داشته. خب این جریانش از این قرار بود که فجعل یوم یقول فی نفسه، یک روزی فضولیش گرفته بود و در دل خودش گفت که افوق ربنا جل جلاله شیء، آیا بالاتر از خدا هم چیزی هست؟ من برم نگاه بکنم بالاتر، بالای سر خدا برم نگاه بکنم آیا بالاتر از ایشون هم چیزی هست یا نیست. فعلم الله تبارک و تعالی ما قال، الله متعال متوجه شد که ایشون در واقع چه تصمیمی را گرفتن. فزاده اجنحه مثلها، به تعداد پرهایی که داشت پرهای دیگری رو الله متعال به ایشون داد و اضافه کرد، که اضافه کرد بالهایشان. فصار له 32000 جناح، که 32000 بال در واقع داشت، 16000 اول بود و 16000 دیگه اضافه شد، 32000 شدن. ثم اوحى الله عز وجل الیه، خدا بهش وحی کرد، دستور داد که تر، الان بپر ببینم کجا میری. فطار مقدار 500 سال، 15 سال عام، 500 سال ایشون پر زدند، با 32000 پر زدند رفتم. فلم ینل رأسه قائمة من قوائم العرش، هنوز سر این فرشته به یکی از پایه‌های عرش هنوز نرسیده بود، 500 سال راه
رفت با 32,000 پر به جایی نرسید. وقتی که الله متعال متوجهش که الان خسته شده 500 سال داره پر میزنه به جایی نرسید، فلما علم الله اتعابه، دید که خسته شده، اوحا الیه ایها الملک عد الی مکانک، برگرد به همون جایی که قبلا بودی، تو نمیتونی بالا بیایی که بالا سر منو نگاه بکنی. فانا عظیم فوق کل عظیم ولیس فوق شیء ولا اوصف بمکان. فسلبه الله اجنحته و مقامه من صفوف الملائکه، الله متعال پرهایش رو گرفت و اون جایگاهی رو که در میان فرشتگان داشت اینم الله متعال از اون در واقع گرفت. بعد از این فرشته در ادامه این جریان اومده که الله متعال در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه میگه فلما ولد الحسین بن علی صلوات الله علیهما کان مولده عشیه الخمیس لیله الجمعه اوه الله الی مالک خازن النیرانی، که الله متعال وحی کرد به مالک و فرشته داروغه جهنم ان احمد النیرانه الی آخر که این آتش رو خاموش بکن، و این فرشته رو خلاصه بردن در محضر امام حسین و به برکت امام حسینشون هم شفا یافتن. فرشته دوم. فرشته دیگری باز هم هست به نام حضرت سلسائیل. حضرت سلسائیل هست و این در روایت 47 آمده، روایت 47 همین باب دوستان نمایش بدن اینو. اقول فی حدیث المفضل بطوله، در حدیث مفضل این اومده که طولانی هست، الذی یأتی بإسنادی فی کتاب الغیبت یعنی صادق، اینو در کتاب غیبت از امام صادق من نقل میکنم، یا اومده این روایت که میگوید که کجا رفت گم شد این پرواز کرد سلسائیل. به هر صورت این روایت 47 هست، گفتم که از صادق روایت میکنه که انه قال کان ملک بین المؤمنین، یک فرشته در میان مؤمنان بود، یقال له سلسائیل، که اسمش سلسائیل بود، بعثه الله فی بعث، الله متعال ایشون در یک گروهی فرستاده بود، فابتع ایشون تاخیر کرد، فسلبه ریشه، الله متعال پرهاش را گرفت، و دق جناحه، و پر ایشون هم در واقع شکست، و اسکنه فی جزیره، اینو در یک جزیره از جزایر انداخت تا زمانی که شب ولادت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنهم، فرشتگان وقتی که اومدند که برند به رسول الله تبریک بگن و به حضرت علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهم، فاذن لهم فنزلوا، اومدند افواد من العرش از بالای عرش و من سماء سماء، از آسمان هر آسمانی رو پشت سر میگذاشتند، فمروا بسلسائیل و هو ملقى بالجزیره، سرشون افتاد به سلسائیل که در یک جزیره افتاده بود، نهایتا ایشون هم همراه خودشون گرفتند بردند پیش سیدنا حسین و به شفاعت رسول الله و به برکت ولادت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در واقع الله متعال ایشون رو شفا داد. الان این فرشتگانی هست که الله متعال ایشون رو به برکت امام حسین رضی الله تعالی عنه در واقع شفا داده. منتها این جریان و ارتباط جبرئیل علیه السلام و فرشتگان با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع نشده، و روایاتی رو که در این زمینه من واقعا دیدم، یعنی جای تأمل داره و جای بگم که خنده داره برای انسانهای عاقل که بخندن واقعا از چنین روایات و از چنین کتابهایی که از یک طرف میخوان فضیلت سازی بکنن برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ناخواسته یا نادانسته یا عمدن و زیرکانه میان و توهین میکنن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این جریان ارتباط جبرئیل با فاطمه زهرا و با حسن و حسین یک جریان خیلی طولانی و عمیقی هست که در واقع خیلی برمیگرده به زمان گذشته. من جمله این که سیدتنا فاطمه رضی الله تعالی عنها این از عرق جبرئیل و از پر جبرئیل آفریده شده بود، یعنی خلقت فاطمه زهرا ماده آفرینشش پرهای جبرئیل هستند. در کتاب بهار الانوار این مطلب اومده و در جلد 43 صفحه 18 این مطلب را آورده و روایت 17 هم هست، دوستان نمایش بدن این مطلب را، روایت 17 هم هست، فاورا از تفسیر فرات کوفی اینو آدرس داده، و در اینجا میگوید که نهایتا از محمد صفحه 18 صفحه 18 در واقع این کتاب و این جلد هست. در اینجا میگوید که موسی ابن علی ابن موسی الی آخر با سندی که در اینجا آورده، عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم معاشر الناس تدرون لما خلقت فاطمه، میدونید که چرا فاطمه خلق شده یا از چی خلق شده؟ قالوا الله و رسوله اعلم، الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر میدانند. قال خلقت فاطمه تو خوراء انسیه لا انسیتون، حضرت فاطمه یک حور بشر هست، انسی هست که انسان نیست، انسانی انسی هست که انسی نیست، حورا انسیتون لا انسیه. وقال خلقت من عرق جبرائیل و من زغبه،
که حضرت فاطمه زهرا آفریده شده از عرق جبرئیل و از پرهای سیدنا جبرئیل علیه السلام. قالوا یا رسول الله استشکل از ذلک علینا، نفهمیدیم یعنی چی که فاطمه از بال جبرئیل به دنیا آمده از عرقشون. میگوی که حورا انسیه لا انسیه، میگه از یه طرف میگی حور انسان هست اما انسان نیست. ثم تقول من عرق جبرئیل و من زغبه، و میگه از عرق جبرئیل و از پر جبرئیل، این چگونه هست؟ توضیح میده در آخر که اذن انبئکم، من به شما اینا توضیح میدم که چی کار بوده. میگه داستان از این قرار هست که الله متعال به من یک سیبی رو هدیه داده بود، یک تفاحی رو به من الله متعال هدیه داده بود. اتانی بها جبرئیل، جبرئیل اینو آورده بود برای من. فضلا ماها الی صدری، جبرئیل این سیب را سینه خودش گذاشته بود وقتی که می اومد. فارق جبرئیل، جبرئیل هم بنده خدا خسته شد و این راه طولانی و خلاصه عرق کرد و عرقت تفاحه تو این سیب هم عرق کرد در واقع. فصار عرقهما شيئا واحدا، این دوتا عرق با هم دیگر آمیخته شد، عرق تفاح و سیب و عرق جبرئیل. ثم قال السلام علیک، وقتی که اومد پایین و به من سلام داد و منم سلامش گفتم و علیک السلام یا جبرئیل، فقال ان الله اهدى اليك تفاحه من الجنه فاخذتها وقبلتها ووزعتها على عيني وزممتها الى صدري. تا اینکه میگه من اینو در واقع خوردم. ثم قال يا محمد كلها، این بخور این سیب را. قلت يا حبيبي يا جبرائيل هديه ربي تؤكل، ان هديك الله داده اینو من بخورم این خورده می شود. قال نعم، بله بخورش، این برای خوردن من آوردن. قد امرت باكلها، دستور داده شده که اینو بخورید. ففلقتها فرأيت منها نورا، اینو باز کردم دیدم یک نوری از این سیب خارج شد. و در ادامه این آیه می رود که در این آیه که من میگم این روایت، فقال فاطمه قلت یا جبرئیل ومن المنصور، قال جاریه تخرج من صلبك و اسمها من السماء منصوره و في الارض فاطمه، فقلت يا جبرئیل لم سميت في السماء منصوره و في الاصل في الارض فاطمه، قال سميت فاطمه في الارض لانه فطمت شيعتها من النار. فاطمه رو بیرین خاطر فاطمه میگند که در واقع از آتش جهنم شیعانش و الله متعال باز داشته و از به جهنم در واقع نمیرم. ففتم اعداها عن حبها و فتم اعداها عن حبها و ذلك قول الله في كتابه يوم اذن يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر فاطمه. الى آخر این توضیح میده که یعنی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم این سیب رو خوردن. بیان الزغب الشعيرات الصخره على ريش الفرخ، زغب به معنی موچه ها و پرهای کوچک هستن بر بال فرندگان هست. و کونها من زغب جبرئیل، و این که حضرت فاطمه زهرا از زغب جبرئیل پر جبرئیل هستن. اما لکون تفاحت فیها و عرقت من بینها، به خاطر این است که این تفاح از اون بود در وسط پرهای جبرئیل بود. او انه التصق بها بعد ذلک الزغب فاکله النبی، این آمیخته شده بود عرق جبرئیل با این پرهای جبرئیل آمیخته شده بود. رسول الله عرق جبرئیل را و این پرهای جبرئیل رو خورد، فاکله النبی، و نهایتا حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها به دنیا آمد. پس بنابراین فاطمه زهرا بنابر این روایت از پر جبرئیل و عرق جبرئیل به دنیا آمده. بله جناب استاد، این روایاتی که در مورد این فرشتای لنگولاشی که تو این جزایر افتاده بودن، این من اسمشون در دائیل و سرمائیل و اون فتروس یا پتروس، این کسی که این دروغا رو نسبت داده، آیا نمیدونست که در قرآن کریم در مورد ملائکه الله سبحانه و تعالی میفرماید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون؟ قطعا این گونه هست، اما عوامشیه، اونهایی که چشم گوش خودشونو بستن و به این خرافات گوش میدن، تا به امروز هم این مطالب را سر منبرها و روزخانه اینا را مطرح میکنند و مردم به خاطر این مطالب چی گریه هایی که نمیکنند. درست است اینها تضاد داره با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی صراحتا الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که فرشته ها موجوداتی هستن که نافرمانی الله سبحانه و تعالی رو نمی کنند، دستور داده بشه فورا انجام میدن، تأخیری نمی کنند اونو که در این روایت اومده. و خود این عصیان، یعنی اون عصیان قلبی که مثلا خودشون گمان بکنند میخوان برند بالای و الله متعال نگاه بکنند، اون گونه که سلسائیل بود یا دردائیل بود که این تمنا در قلبش اومده بود، اینها تمام تضاد داره با اون اسمتی که
فرشتگان در واقع دارن. منتها اون گونه که من عرض کردم عوام شیعه که با این حرفها این مطالب و این روایت باعث گرم شدن حسینی ها و جلسات عزاداری و چه بسا جلسه های جشن های میلاد و وفات میشه و بدین خاطر هست که علمای شیعه هم این روایات رو جعل کردن و آوردن برای مردم اینها رو بیان میکنن. دوستان اشاره میکنن که ما نیم ساعت تا پایان برنامه وقت داریم جناب. اجازه بدید من چند مورد رو این مطلب رو من چون که به یک جای برسه هنوز روایت دیگر کاملا مونده پس فقط این مطلب رو من عرض بکنم بعدش بریم سراغ تماس بینندگان. جالب اینجا هست که این همه سلسائیل و دردائیل و فتروس و شاید فرشتگان دیگری هم باشند که من تا آخرین کتاب رو مطالعه نکردم. بله سلسائیل هست. خب اینها رو الله متعال به خاطر و به میمنت سیدنا حسین رضی الله تعالی بخشید. پرهای شکسته اینها رو پرهای گرفته اینها رو دوباره بهشون داد و دوباره به اون جایگاه قبلیشون دوباره برگشتن. جالب اینجا است که اینها اومدن از یک طرف سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه را منبع برکت برای فرشتگان قرار دادن. واقعا تبرک داره که فرشته یک 700 سال افتاده باشه عبادت بکنه خدا دعاشو قبول نکنه فقط به خاطر ولادت حسین بیاد و الله متعال قبول بکنه. یعنی این که سیدنا حسین رضی الله تعالی مقامش از این فرشتگان خیلی بالاتر است. اما جالب هست که حضرت فاطمه زهرا و روایت دیگری که در اینجا هست حضرت حسین رضی الله تعالی تبرک میجسته به حضرت جبرئیل علیه السلام بنابر روایاتی که ایشون در واقع دارن. این همه فرشته و لنگ و لاشه اومدن شفاف ادا کردن پیش سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. اما حسین برای اینکه از جن محفوظ بمانه از شر و بدی محفوظ بمانه این در واقع متوسل میشه به حضرت جبرئیل. اونم به چه کیفیتی؟ دو مورد در اینجا در این کتاب من در این ابوابی که در اینجا بود من مطالعه کردم به ذهنم اومد و دیدم اونها رو. مورد اول همون مطلبی هست در همون روایتی که صفحه‌ای که من قبلا نشون دادم از این کتاب که در مورد این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند که به حضرت فاطمه زهرا که رسول الله به من دستور داد که الا البس این مطلب رو دوباره که در این صفحه بود الا البس ثوبا اجد فيه اللذة که رسول الله به من دستور داد که لباسی رو که در آن من تحریک بشمم اجد فيه اللذة چون این لباسی رو نپوشم. در همین صفحه 271 هست و یک کمی بالاتر وقتی که ما میرویم روایت 38 این باب هست. روایت 38 در این باب هست که در اینجا این گونه اومده روایت 38 اقولو روا بعض مؤلفی اصحابنا بعضی از اصحاب ما مؤلفین اصحاب ما روایت کردن از شامه بن عروه از ام سلمه انها قالت رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یلبس ولده الحسین علیه السلام حلتا لیست من ثیاب الدنیا. من متوجه شدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حسین یک حله ای را لباسی را می پوشانیدند که این لباس از لباس دنیا نبود. فقلت له یا رسول الله ما هذه الحله این لباس از چی هست از کجا هست این لباس که شباهتی به لباس دنیا نداره. فقال هذه هدیه اهداها الی ربی للحسین این هدیه هست که الله متعال به من داده که بدم به حسین. هدیه از جانب الله به من رسیده برای که برای حسین هست و ان لحمتها من زغب جناح جبرئیل و تاروپود این عبا و این لباس از پرهای جبرئیل علیه السلام هست و ها انا البسو که الان من اینو در تن سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه قرار میدم. یعنی این که الهیاذ بالله اون گونه که در این روایت اومده الله متعال پرهای جبرئیل رو جمع کرده نمیدونم کجا داده کدوم ریسندگی بافندگی که اون یک حله ساختن و اینو دادن و هدیه دادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینو بدهد به سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. این یک مطلب. مطلب دیگری که باز هم در همین روایت اومده اون که جالب هست که من عرض کردم که حضرت حسین رضی الله تعالی مایه نجات و در واقع صحت و سلامتی فرشتگان بود اما فاطمه زهرا نمیدونم این مطلب رو نمیدانسته یا واقعا این مطلب دروغه که هر دوتاشون دروغه خطن و زمانی که حضرت جبرئیل علیه السلام می اومده در منزل رسول الله صلی الله علیه وسلم این روایت میگه که رسول الله براش یک گلیمی رو در واقع پهن میکردند یا در برخی از روایت اومده بالشتی رو میگذاشتند که جبرئیل برای این مینشست و وقتی که جبرئیل می‌خواست برود یکی تکانی به خودش می‌داد پر می‌زد و از پرهای جبرئیل چیزی می‌افتاد در خونه فاطمه زهرا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاطمه زهرا هم این پرهای جبرئیل رو جمع می‌کرد اینها رو در یک پارچه بسته بود یک تعویذ درست کرده بود و این تعویذ رو می‌انداخت به گردن سیدنا حسین برای اینکه تعویذ برای اینکه از جن و از سحر و از شر و شرور و آفات انسان نجات پیدا می‌کنه. اینو در گردن یا در دست سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه می‌انداخت به خاطر شفا. این روایت در جلد 40
43 کتاب بحار الانوار صفحه 266 اومده. روایت 23 هست، دوستان نمایش بدن. و روایتی که علامه زد کاف و شین وفا من کتاب معالم العترة الطاهرة للجنابذي عن أم عثمان أم ولد علي بن أبي طالب قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة. آل رسول الله یک قطیفه داشتند، چادر یک گلیمی داشتند که یجلس علیها جبریل، جبریل بر اون می نشست. ولا یجلس علیها غیره، غیر از جبریل کسی اجازه نداشت که رو این بنشیند. و اذا عرج طویت، وقتی که جبریل هم میرفت به آسمان پرواز می کرد، اینو دوباره جمعش می کردند و می گذاشتند یک گوشه. و کان اذا عرج انتفض فیسقط من ذغب جبریل فیقوم فیتبعه فیجعله فی تمائم الحسن والحسین. و وقتی که می خواستند به آسمان بروند و خودشون تکان می دادند، از پرهای جبریل چیزی که می افتاد حضرت عایشه، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بلند می شدند. البته در اینجا صیغه مذکر استفاده کرده، فیقوم فیتبعه فیجعله فی تمائم الحسینی، یا اینکه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینو نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند می شدند و این پرها را جمع می کردند و اینو در تمائم حسین رضی الله تعالی عنه در واقع قرار می دادند. اینو تعویض می کردند و می بستن در گردن یا در دست سیدنا حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما. همون گونه که من قبلا اشاره کردم، اینا تمام به بازی گرفتن و به مسخره گرفتن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که با چنین افسانه ها از یک طرفی میخواهند که در واقع کرامتی رو بسازن جعلی برای این بزرگواران، که این بزرگواران از نظر مناقب و کرامت هایی رو که دارن، ارزشی رو که نزد الله متعال دارن و مقامی رو که نزد الله و نزد فرشتگان و نزد مسلمانان دارن، نیازی به جعل چنین خرافات و مزخرفات در واقع نیست. منتها علمای شیعه یا راویان شیعه این روایات را در واقع جعل کردند، به خاطر اینکه مردم را از اون روایات واقعی و مناقب و فضائل واقعی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند از اونها باز بدارن. در همین کتابی عرض کردم که برای بیان مناقب و فضائل خوبی ها و فضائل سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه از در کتاب اصول کافی، یک روایتی که بیانگر فضیلت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه باشه در این باب وجود نداره. اما ما میبینیم که امثال مجلسی یا خود کلینی مطالبی رو که من قبلا عرض کردم و هنوز هم وجود داره در این کتاب که متاسفانه فرصت نشد که همه رو مطرح بکنیم، اینها اومدن این خرافات رو و این خزعبلات رو و این افسانه ها رو در واقع ساختن تا اینکه مردم رو از اون روایات واقعی و حقیقی و از اون فضائلی که اهل بیت در نزد اهل سنت و جماعت دارن، مردم رو چشم و گوششون از اون روایات در واقع بگیرن. بله، جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز و گرامی، این بود، البته ما تونستیم فقط دو حدیث رو بررسی بکنیم از این باب. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و صدای گرم شما عزیزان را خواهیم شنید که انشاءالله در رابطه با موضوع برنامه صحبت خواهید کرد. با ما همراه باشید. حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گل چنی یاسین شکوفاست، حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گل چنی یاسین شکوفاست، حسین از گلشن یاسین شکوفاست، حسین سروی رهای جاودانی است، حسین آبی زلال مهربانی است، حسین سروی رهای جاودانی است، حسین آبی زلال مهربانی است، حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست، علمداری بیابانی شهادت، حسین ابن علی معنای عزت،
علمداری بیابانی شهادت حسین ابن علی معنای عزت حسین از دودمانی سبز تاها حسین از گلشنی یاسین شکوفاست حسین عطری رسول و یاس زهراست خمی جامی شهادت سروری ماست حسین عطری رسول و یاس زهراست خمی جامی شهادت سروری ماست حسین از دودمانی سبز تاهاست حسین از گلشنی یاسین شکوفاست زخونش کشت حق و گشت و آبیاری بماند از او شهامت یادگاری زخونش کشت حق و گشت و آبیاری بماند از او شهامت یادگاری حسین از دودمان سبز تاهاست حسین از گلشنی یاسین شکوفاست حسین با خون خود پیغام حق داد جهان را عز و آزادی سبق داد حسین با خون خود پیغام حق داد جهان را عز و آزادی سبق داد حسین از دودمان سبز تاهاست حسین از گلشن یاسین شکوفاست حسین از گلشن یاسین شکوفاست سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. از همین لحظه همکارانمون شماره تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد و شما عزیزان میتونید زنگ بزنید و در مورد فقط در مورد موضوعاتی که امشب مطرح شده اظهار نظر کنید. امیدواریم که عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطف کنن و بعد از برقراری تماس صدای تلویزیونشون رو کاملا ببندن و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن. جناب مولانا، تا برقراری تماس عزیزان، آیا اثبات فضائل برای امام حسن یا امام حسین یا فاطمه زهرا رضی الله عنهم اجمعین احتیاج به این داره که این همه دروغ پردازی بشه و تناقضات و خزعبلات به خورد مردم بده؟ علتش این هست که متاسفانه راویان شیعه اولا که روایات صحیحی وجود نداره، راویانی که موثق باشند به این معنی که عادل باشند چنین راویانی رو ندارن و روایات اهل سنت و الجماعت اون چیزی رو که حق و حقیقت بوده بیان کردند، یعنی هر فضیلت واقعی که بوده برای سیدنا حسن، حسین، برای علی، برای فاطمه، این رو اهل سنت و الجماعت بیان کردن قبل از اینکه شیعه حدیثی داشته باشند، کتاب حدیثی رو در واقع داشته باشند. این افراد از یک طرفی میخواند که روایات اهل سنت و الجماعت چون که از سلسله ائمه این افراد نیست و شیعه نیست، اونها رو میخواند رد بکنند. وقتی که اونها رو رد بکنند، خب روایات صحیح وجود نداره برای اثبات فضیلت و مناقب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و متاسفانه در طول تاریخ که بودند شیعیان را و روافض را با این قبیل روایات فریفتند و بازی دادند. روایاتی که واقعیت داره، اون روایات برای گرم کردن مراسم عزاداری برای حسینیه ها، برای جشن و شادی شاید مفید نباشه. این گونه روایات واقعا برای چنین مجالس مفید هست و احساس مردم را برانگیخته می کند و یک نوعی در واقع شوکی به اونها دست می دهد و ناخواسته یا می خندند یا اینکه
مانند این که مشاهد هست و میبینیم در واقع گریه میکنند. جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. آقای انصاری سلامت کرد. سلامت باشید. من از افغانستان هستم، از ایران زنگ میزنم. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید. این من محمد صبور اسم من هست، از ایران زنگ میزنم. محمد صبور بفرمایید برادر گرامی. من این زن و بچه و دختر و همه اینا بی نماز شدین، من از شما تقاضا میکنم دعا کنید خداوند برگردونه اینا را سر نماز. باش چشم، در این مورد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون، تشکر از شما، خدا نگه دارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی، از کجا زنگ میزنید؟ من علی هستم از اندیمش، آقای علی از اندیمش هستم. آقای علی از اندیمش، برادر گرامی در مورد مطالبی که مطرح شد در برنامه اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. آقای انصاری بنده خواهش مذهبی اینه که این مناظری رسمی خصوصا با تو انجام بدم مفصل و با اصناد و آقا علی. خب آقا علی سعی کنن دوباره تماس بگیرن. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمید. سلام عرض می‌کنم. شبکه وصال عقل. شبکه وصال عقل، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ می‌زنید؟ من از کردستان زنگ می‌زنم. قربان. از کردستان. اسمتون؟ من محمد. آقا محمد از کردستان، بفرمایید بیننده گرامی. ما در مورد باب مولود امام حسین رضی الله تعالی عنه صحبت کردیم و روایاتی هم جناب استاد در این مورد بهش اشاره کردن، اگر صحبتی دارید بفرمایید. حقیقتش من سوالم در مورد اثر نبود، مدت کمیه که دارم این شبکه رو نگاه میکنم. خواهش میکنم اگر که سعی کنید در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنید، و الا من از شما معذرت میخوام، میتونید در روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ زنگ بزنید و سوالات شرعیتون رو مطرح کنید. بیرون دیگه من سوالم شرعی نیست، سوالم در مورد رویکرد شبکه وصال. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جهان هستم از خرم‌آباد، یه هدایت یافته. آقا جهان بفرمایید بیننده گرامی، در رابطه با این موضوعاتی که مطرح کردیم در برنامه اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای انصاری، در این که این کتاب‌های شیعه مملو از این گزافه‌گویی و خرافه‌گویی ها و این چیزایی که به عقل جور در نمیاد شکی نیست، درسته؟ درست. ولی این که به فرض مثال نزدیک به 2 ساعت آقای دهخان فقط در مورد دو حدیث 2 ساعت اینقدر صحبت کرد، این طرز هدایت نیست کلن. البته گفتم که این کتاب‌های شیعه کلن از این حرفا پره، این صحیح. من خودم قبلا شیعه بودم ولی الان نیستم. درست. ولی خب فرض مثال 2 ساعت مثلا بیننده خسته میشه اینجوری، مثلا شبکه کلمه کلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه به خودش داره باره موضوع صحبت میکنه، ولی اجازه میده به بینندگان اظهار نظر کنند. یکی این، یکی هم مثلا این توهینایی که به مثلا فاطمه زهرا شده تو این کتاب ها، درست؟ بله. این توهین ها رو به نظر من دیگه نباید مثلا زیاد زوم کنیم رو اونها. مثلا در این کتاب ها چی نوشته؟ در این کتاب ها کلن مثلا این حرف ها یعنی توهینه، چون خداوند در قرآن می فرماید مثلا شما به بت ها ناسزا نگوید که اونا هم به خدا ناسزا بگویند. مثلا این ها چون اومدن به فاطمه این حرف را زدن بکنن درست نیست که ما، حالا اگر گفته کوتاه و مختصر، ولی این که مثلا زوم کنیم نمیدونم باران متولد شدن مثلا توی یه عادت متولد شدن، این ها به نظر من زیاد صحیح نیست. گرچه اونا اشتباه کردن که این مطالب را نوشتن، ولی خب به نظر من نباید رو این مسائل زوم کنیم. خوبه برادر بزرگوار، انشاءالله جناب مولانا در این مورد هم اظهار نظر خواهند کرد. صحبت دیگه هم دارید؟ آره یه دو سه سوال ولی خارج از موضوع هستن، چون من شیعه هدایت یافته هستم، اجازه هست یا نه؟ خیلی کوتاه بفرمایید، چون وقت برنامه حدود 13 دقیقه وقت داریم فقط. یکی این که آیه انصاری قرآن کلا چند آیه دارد، یکی این. یکی هم شما اهل سنت بر این باورید که
باید به صحابه احترام گذاشت، درسته؟ بله. ولی چیزی که حقیقت داره تو صحابه اختلاف بینشون بعد از وفات پیغمبر افتاد. خب حالا که اختلاف بین صحابه افتاد، مثلا تو جنگ جمل یا صفین، مثلا شما میگید هر دو گروه مثلا رضی الله عنه، ولی مثلا با عقل جور در نمیاد که مثلا هر دو گروه یک گروه باطل باید مشخص شود. آتل چون خداوند فرموده اگر مؤمنی مؤمن دیگر را به قلب رسانه سزاوار آتش است، گفته مؤمنی مؤمنی را به قلب رسانه. مطلب شما را گرفتم، مطلب شما را گرفتم، انشالله در این دو مورد هم صحبت خواهیم. یه سوال دیگه هم آیان سوالی را اجازه است. هر سوال شما یک برنامه ویژه میخواد بیننده گرامی، بفرمایید. یه سوال دیگه هم چون من حقیقت الان دیگه چیزی نیستم، مثلا این آیه تاثیر هست خب؟ بله. این آیه تاثیر خود جوری که ما قرآن را میخوانیم هرگز اشاره ای به علی و حسن حسین نداره. مثلا کاملا مشخص در مورد همسران پیغمبر خب؟ بله. ولی مثلا چطور اونها میگن مثلا حدیث داریم از ام سلمه که اونها را از اهل بیت خارج میشه همسران پیغمبر، ولی این حدیث ام سلمه را شنیدم، ولی یکی از خود سنی ها تو شبه کلمه آیه ترشابی خوب فرمود، میگفت چند تا حدیث دیگر هم هست که مثلا همسران جز اهل بیت نیستن. اون حدیث ها را هم اشاره از این بکن بگیم باشه. چشم به شما بخیر، خدا بشه، خدا نگهدارتون، تشکر از شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ غلام شیخی هستم از شهر هرات. بفرمایید برادر بزرگوار. میخوام از شما تشکری بکنم از این برنامه خوب شما، و از شما خدای برنامه خوب شما، خیلی ممنون. تشکر از شما برادر بزرگوار، زنده باشید. تشکر از شما، خدا نگهدارت. زنده باش. خدا حافظ شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ منصور هستم از گلستان. آقا منصور از گلستان، بفرمایید برادر گرامی. سلامت باشید. نخواستم بپرسم این استاد برنامه استاد دنیا در کلمه نداری، منم باید تماس بگیرم با اون شبکه، نتونم موفق نشدم، خواستم ببینم این برنامه پخش نمیشه. برنامه کی؟ استاد اسدینیا. اینو از شبکه کلمه بپرسید، شماره رابطه عمومیشون زنگ بزنید، انشاءالله پاسخ شما رو خواهند داد. تشکر از شما. ما اطلاعی نداریم، من اینجا تماس میگیرم متاسفانه. ما اطلاعی نداریم. تشکر از شما. تشکر بیننده گرامی. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، آخرین تماس. بله بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من محمد هستم از شیراز و انصاری. آقا محمد از شیراز، بفرمایید بیننده گرامی، خیلی مختصر. آقا انصاری فقط خدا دعا میکنم خداوند مقام شما رو بالا ببره، که فقط چهره شما بی‌نظیر است تو تلویزیون میبینیم. سلامت باشید، نظر لطف شماست. تشکر از شما آقا محمد بزرگوار از شیراز. تشکر برای خدا نگهدارتون. خب من عذر میخوام عزیزانی که پشت خط موندن. جناب استاد آقا جهان سوالشون این بود که آیا این حدیث دو ساعت نیاز داشت که شما در موردش صحبت کردید؟ خدمت ایشون و تمام بینندگان عزیز، منم اشاره کردم که بحث سندی هست احیانا که میشه، یا بحث محتوا یک روایت هست. خود این روایت برای ما ارزشی رو نداره. ما این مباحثی که مطرح میکنیم به خاطر اهمیت این روایت نیست، به خاطر ارزش این روایت نیست، منتها این کتاب قوی ترین و موثق ترین و برترین کتاب شیعه هست. از این کتاب کتابی برتر و فراتر و موثق‌تر که روایات شیعه رو در واقع جمع کرده باشه به اعتراف خود شیعه چنین چیزی وجود نداره. و خود این کتاب و این برنامه‌ای که ما داریم به نام حجت بی حجت در واقع برنامه علمی هست. و اساس مطالبش برمیگرده به بررسی روایات این کتاب. ما در لابلا و از این جریان و از این برنامه می‌خوایم که به واقعیت این کتاب برسیم.
هم به واقعیت این کتاب که این کتاب از لحاظ علمی و محتوایی و همچنین از نظر سندی چه درجه و مقامی رو دارد و هم این که بپردازیم به بحث ولایت. همین روایاتی که به قول ایشون ارزش نداشته که ما دو ساعت در مورد اینها بحث بکنیم، این روایات رو آوردن به عنوان دلایل اثبات فضیلت یا امامت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه اهل بیت رضی الله تعالی عنهم. پس بنابراین اهمیت این مباحثی که ما مطرح میکنیم در خود معرفی کردن اصل کتاب هست و در معرفی کردن امامت هست از دیدگاه شیعه و بیان این نکته که نه این کتاب ارزش علمی دارد و این برای همه واضح و آشکار شده، نه از نظر سندی و نه از نظر محتوایی و مطالبش، و نه این امامتی که به خاطر این امامت تمام مسلمانان را کافر دانستند، از دین بیرون کردند اونها را، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را کافر و منافق و غاصب خوندند، این امامت حتی در صحیح ترین کتابهای شیعه هم هیچ گونه اصلی را بنابر و بر اساس این دیدگاه و قرائت شیعه در این کتاب اصلی از این امامت در واقع دیده نمیشه. پس بنابراین هدف ما بررسی خود کتاب و بررسی روایات هست و این برنامه برنامه علمی هست و احیانا این گونه در واقع لازم هست که برای بطلان یک مطلبی یا برای بطلان یک روایتی یا برای بی‌ارزش بودن یک کتاب لازم هست که ما هم بررسی سندی بکنیم و هم بررسی محتوایی در واقع داشته باشیم. بله، در مورد توهین به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مطالبی رو که به مزاج بینندگان برمیخوره، حالا ما هم در شروع برنامه اینو گفتیم که اگر مجبور نمی بودیم این مطالب رو ذکر نمی کردیم، چون اونا ادعا میکنن که محب اهل بیت هستن. بله. و این دقیقاً هدف ما هم این است که بیان بکنیم که واقعا محبان واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کسانی هستند. من حتی در همین برنامه بارها اشاره کردم که این گونه روایات یا ساخته و پرداخته دشمنان زیرک و دانا هست یا انسانها و دوستان نادان. در واقع انسان عاقل نمیتواند چنین روایاتی را قبول بکند و هدف ما از نقل این توهینا بیان واقعیت هست. عموم شیعه امروزه، عوام شیعه به این نتیجه رسیدند و در واقع میدونستند، این در قلبشون جا افتاده که شیعیان تمام پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. مراجعشون، کتابهایشون، آقای کلینی و بقیه افراد اینها محب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. برای این که ما این واقعیت رو بیان بکنیم که اینها محب اهل بیت نبودند، دوستدار اهل بیت نبودند، در قالب محبت و دوستی آمدند توهین کردند به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، چاره ای نیست جز این که نمونه ای از این توهین ها و اهانت های در قالب احترام رو برای شما بینندگان عزیز ما در اینجا بیان بکنیم، وگرنه حقیقت برای انسان ها واضح و آشکار نخواهد. جزاکم الله خیر. تعداد آیات قرآن کریم فرمودن که در این مورد با توجه به این که در برخی از آیات در قرآن کریم میان علما اختلافات نظری وجود داره که بسم الله به طور مثال جز فاتحه هست یا نیست، جز هر سوره هست یا جز هر سوره نیست، برخی از علما نظر دارن که جز تمام آیات هست، تمام سوره ها هست، برای نظرشون یک تنها جز سوره فاتحه هست. بدین خاطر در میان علما اختلاف نظر در اینجا وجود داره، اما اون چیزی که در واقع همه اتفاق نظر دارن این است که آیات قرآن کریم بیش از 6000 آیه هست، 6000 و اندی آیه هست. به صورت تحدیدش برمیگرده به این که هر کسی در این زمینه نظرش چی هست که تمام بسم الله را در جز تمام آیات قرار بدهد یا اینکه آیات قرار ندهد. و در آخر هر آیه و در تمام چاپه های قرآن کریم که وجود داره هم در ایران و در جاهای دیگر تعداد آیه های هر سوره کاملا نوشته شده و هیچ یکی از این مصاحف و قرآن ها با هم دیگر اختلافی در تعداد آیات ندارن. اگر شما اینها رو بشمارید بنابر سلیقه خودتون قطعا به این نتیجه خواهید رسید. جزاکم الله خیر. در مورد اینکه صحابه، ما به صحابه احترام داریم اما اونا در بینشون اختلاف بوده و جنگ بوده و هم دیگر رو کشتن و آیه دلیل آوردن که من قتل مؤمنان متعمدن فجزاه جهنم. بله، این بحث در خود آیه که من قتل مؤمنان متعمدن در این بحث تعمد هست و خود در این زمینه در مورد این روایت بحث های زیادی وجود داره که خود قتل اساسا زیر مجموعه بقیه گناهان است، یعنی بعد از شرک دومین و یا سومین گناهان دیگری که جزء گناهان
کبور کبیره محسوب می شوند. اینها جزء مشیت الله متعال هستند که الله متعال اگر بخواهد اونها را در واقع می بخشد به استثنای گناه شرک، در واقع بخشیدنی نیست مگر با توبه. و اختلافاتی که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، این به خاطر اختلاف افکنی دشمنان اسلام بوده و متاسفانه و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شکار این اختلافات بوده. این بزرگواران به خاطر این نجنگیدند، یکی مسلمان هست یکی کافر هست، یکی حق هست یکی طرف دیگری ناحق هست. تمام این اختلافاتی بوده که از جانب دشمنان املا شده و نتیجه درگیری بود. و حتی سیدنا علی رضی الله تعالی وقتی که میجنگید اونها رو برادر مینامید و حتی دستور میداد که اونها فحش ندن، از فحش گفتن و یا کافر خوندن، منافق خوندن. اونها در قرآن میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، صراحتا که امکان داره دو تا مسلمان با هم دیگر بجنگند اما باز هم نام مسلمان رو در واقع داشته باشند. و این اختلافات اجتهادی و سیاسی بوده، اختلافات ایمان و کفر در واقع نبود. آیه تطهیر و اینکه آیا همسران پیامبر هم شامل این میشه؟ بنابر آیات و روایات و بنابر زبان عربی قطعا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند در مفهوم کلی، و در درجه اول خود همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مراد هستند. و اهل بیت ایشون یعنی فاطمه زهرا و فرزندانشون، دامادشون حسن و حسین، اینها به خاطر حدیث وارد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم شدند. چه بسا اگر همین حدیث ام سلمه رضی الله تعالی عنها نبود، کسی اونها رو جز اهل بیت به این معنی در واقع یا اصحاب کسا حساب نمی کرد. اصل معنی اهل بیت همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و این حدیث اومده تعدادی دیگر از فرزندان رسول الله را، دامادش را و نوه هایش را در واقع در مفهوم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داده. جزاکم الله خیر. من تشکر می کنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که در این مورد، در مورد باب مولود امام حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما صحبت کردند و تناقضات، دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌های کتب شیعه رو نشون دادن. امیدواریم که این برنامه سبب بشه که کسانی که دنبال حق و حقیقت هستند از این مطالب به این نتیجه برسن که هر مطلبی که در اون تناقض وجود داشته باشه از جانب شیطان هست و دشمنان اسلام این مطالب رو ساختن که از یک طرف به اسلام ضربه بزنن و از یک طرف دیگه به اهل بیت پیامبر و اصحاب پیامبر توهین بکنن، که این مطالب رو ما به صورت آشکار در این روایت ها میبینیم. تشکر از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام.